خب بسم الله. خب یه مرور بکنیم تعریف اولیه که پرسیدیم. رشد عبارت است از تغییر و تحولی که در همه افراد وجود دارند در طول زندگی رو بود میدارند. خب این افراد مختلف من شهر دارم که شما بازگیر کردم ترجم کردم مثال هم یادم ساختانه زدم. اولین چیزی که من از شما میبینم و شما از من میبینید جسم منه دیگه، درسته؟ پس اولین بود بود جسمانیه، بعد این در حقیقت اسکلت که میزنن ساختمون که میاد بالا، شما در باید کجا قرار بگید؟ سیمکشی و شیشه کجا قرار میگیره؟ سیمکشی و شیشه باید این چهارچوبه باشه، رشد جسمانی، بعد همزمان با خودش رشد عقلی، شناختی، عاطفی و اجتماعی. آیا مثلا بچه 6 ماهه یه سال دوزار افراد رشد اجتماعی میزنید؟ بله، تمامی که وظافیانش به منتها تا این بچه بلند نشه، دستمالی نکنه مدیر خودش رای داخل، ابعاد دیگر روش عمیق پیش میگیرن. این نیست که روش جسمانی شما برو یه جای گایس، حالا سب کن تعبیلی بدرسه. همه اینا همزمان جلو میدن. بچه ای که با نگاه کردن به شما میفهمن غریبه یا نیستی، به نوعی حافظه نشون میده که در ذهنش سه چیزا گنجونده میشه. پس تغییر و تحول در همه ابعاد وجود داره، جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و الی‌آخر ما بهش میگیم روش. حالا گفتیم که اگر جایی کلمه ژنتیک دیدید تعجب نکنید، به خاطر اینکه ژنتیک بازشه جان از تعریف اولیش از قدیم به معنای رشد و تحول گرفتنش میکنه، شناسا گرفتن این واژه رو بردن سمت خودشون، هرچند با عنوان روانشناسی ژنتیک کلامی که دو تا کتاب خیلی خوب در فارسی داریم، پایه‌های اصلی رو بخوایم با هم مرور کنیم، رشد طبیعی یک گستره از تفاوت‌های فردی در بر می‌گیره، بین زن و مرد و جنسیت تفاوت هست، هیچ دو تا آدم یکسان نیستن، مسائل ارثی و چیزی از سر می‌ذاره، افراد منفعل نیستن، این نیست که شرایط محیط و خانواده ایجاب کنه رشد کنن، خودشون هم به رشد و تحول خودشون کمک می‌کنن، زمینه‌های تاریخی و فرهنگی بخوان نفهم دو آدم‌ها از سر می‌ذاره، نگاهی که نسبت به دوران کودکی است چگونه با شما برخورد می‌کنن بزرگترها، کوچکترها، نگاه فرهنگ نسبت به روش خیلی مهمه. پیامبر صلی الله علیه و آله چی میگه؟ میگه وقتی شما بچه تو مجامع میبری قلمدوش خودت سوار کنه، احساس خوبی بهش دست میده، غرور و عزت پیدا میکنه مجموعا، یا 7 سال اول بذاری اصلا بازی کنه، 7 سال دوم آموزش رو شروع کنه، بخواید یا نخواید این نگاه مثبت نسبت به بچه ها روی نحو تربیت ما اثر میذاره. تجربه اولی ما مهمه، یعنی که تغذیه ما در دوران کودکی چون بوده پدر مادر چون رفتار کردن مهم است، اما خبر خوب این که در دوران بزرگسالی شما میبینید که مثلا برای معلم خوبی شدن، برای تعامل اجتماعی نیاز داره که من پرخوتر جسورتر باشه. اگر خانواده شما رو کم رو بار برده، شما میتونید کم روی خودتون رو تحت زیادی جبران کنید. رشد چیزی نیست که متوقف شه، ممکنه ظاهرا ببینیم یه نفری دیگه قدش از اون بلندتر میشه و الاخر، اما روش در همین ابعاد ادامه داره. هر روزی که ما از خواب بلند میشیم یه تجربه جدیدی بخش جدیدی داریم. این که ماهی سر بنده رنگانه هاش از دست میده سفید میشه یه بخشی از رشده، چاق شدن بخشی از رشده، ریختن موها بخشی از رشده، این تغییرات مختلفی که میبینیم همش جزی از رشده. رشد تا آخر لحظه زندگی حداقل به لحاظ علمی جسمانی که ما میگیم ادامه داره، اما در بخش‌های مختلف بدن تغییرات وجود میاد. اگر بخوایم اونا رو روش بگیم، اندازه و قد و نسبت، همه ما بچه کوچیک یک روزه که بغل کردیم دیدیم، بعد اون بچه بعد از چند سال تبدیل به موجود خیلی بزرگسالی میشه که توانمندی زیاد داره. این هم احتمالاً اشاره کردم هر چقدر انسان‌ها موجودات کلن در زنجیره تکامل میان بالاتر، دوره بارداری و دوره کودکی طولانی‌تری دارن. انسانی که قرار هشت همه کباد باشه 9 ماه دوره بارداری مادر طول میکشه و 2-3 سال کودکیش طول میکشه. شما حیوانات دیگر رو در آزاد بابا دیدید، دو مسک متولد میشه و 14 بار شما میتونه پشت سر مادر خودش شروع کنه دویدن. بچه آدم اینجوری نیست، هر چقدر در سلسله مراتب تکامل میایم بالاتر، دوران بارداری و دوره کودکی طولانی تر میشه، چون قراره در بلند مدت کارهای بیشتری انجام بده. این عکس چی رو نشون میده؟ سایت هم که بهتون معرفی کردم کوربیزو دیگه، از طریق سونوگرافی فرستادن امواج، هرچند میگن خطرناک نباید زیاد انجام بشه، چارچوبه کلی چهره و جمجمه نوزاد رو چیز جنین رو داره نشون میده. اما اصول کلی که در روش گفتیم، روش یه الگوی معین داره. بچه ها اول میشینن، بعد میستن، بعد راه میرن، بعد میدونن.
شما بچه پیدا نمی‌کنی یهو شروع کنه دویدن. خب ممکن اون مراحل دیگه‌اش کوتاه‌تر بشه. ببین پدرها که حالا هم توجهشون کمتر هم کمتر خونن، ممکنه تغییرات رو روز به روز لحظه به لحظه دقیق نبینن. اما مادرها خیلی دقیق میتونن اینا رو ببینن. همه بچه‌ها این مراحل رو طی می‌کنن، حالا کوتاه یا طولانی‌تر. این الگو داره، میشه پیش‌بینیش کرد. بچه‌های سالم طبیعی در مرز 6 ماهگی می‌شینن، در مرز 1 سالگی دندون در میارن، اولین کلمات با معنا رو میگن، بدون کمک نیستن. همینطوری تا بعد رشد با در رشد با واکنش‌ها تمرین عمومی دارن، بعد اختصاصی میشن. بچه رو به صدای تولید می‌کنی می‌پره، سر شما رو نمیاره، فقط شما رو می‌بینه، کل وجودش تکون می‌خوره و کم کم یاد می‌گیره فقط سر رو بزنه. رشد جریان مداومه، هیچ وقت نیست که متوقف شه بعد دوباره بره جلو. ممکنه تند و کند بشه ولی توقف نداره. تفاوت فردی ثابت هم. دخترها تا قبل از بلوغ قد و قوارو همه چیزشون از پسرها جلوتره. بعد از 11-12 سالگیه که شما تفاوت میدونی. اگر دو تا پسر و دختر همسن و سال رو توی فامیل و خانواده دو نظرتون بیارید، میبینید که قد و قواره دختر تا سنی خیلی بلندتره. بعد از اون پسرها جلوان. تفاوت در قسمت های مختلف بدن یکسانی. سر در بزرگسالی هم یک هفت و یک هشتم بدن تشکیل میده، در حالی در بزرگ جنین دو سوم بدن رو تشکیل میده. بنابراین اگر من یک تا پنج رو در نظر بگیریم، رشد رو میشه پیش بینیش کرد. یعنی فلانی این مرحله رو طی کرده، حالا به این مرحله میرسه. هر مرحله از روز ویژگی خاص خودشون رو که از مرحله قبل جداش میکنه. یعنی این ویژگی هست که میتونیم بگیم آها وارد نوجوانی شد. یه ویژگی هست که بگیم حالا بالغ شد، به دوره جوانی رسید، حالا بزرگسال شد، حالا میانسال شد، حالا کهنسال شد. اینقدر تعریف شده که اینها رو بتونیم جدا کنیم. یه زمانی مطالب در زمینه رشد انقدر کم بود کلشون گفتیم روانشناسی رشد، اما طبقه‌بندی کردیم رشد پیش از تولد، رشد کودکی و خود دوره رشد پیش از تولد دنیایشون داره و متاسفانه کتاب توی زمینه خیلی کم داریم. هر فردی معمولا همه مراحل رشد رو طی می‌کنه. این مورد کلی است. حالا اون ابعادی که گفتیم سه تا عمدهش اینا هست. جسمانی، کل اون چیزهایی که تحت عنوان عقل و تفکر دو تا چهارتا می‌شناسیم، رشد شناختی، رشد روانی، اجتماعی، هیجانات، تعامل با دیگران. این اون سه تا بُعد مهم در تغییرات رشد است. حالا رشد جسمانی چی گفتیم؟ حالا که میفهمید نگفتی رشد جسمانی کدوم قسمت رو در نظر بگیره؟ تمام بخشهایی که ما در ظاهر فرد میتونیم ببینیم، قدش، وزنش، قلبش و مجموعه اون چیزهایی که به نام جسم میشناسیم کاملا قابل مشاهده است. دندونهایی که شیری هم تا قبل از 7 سالگی شروع کنم به ریختن، که از سرمایه جالب بچه کلاس اولی اینه که بهشون میگه بگو سوت یا بگو یه چیزایی که سینوشین توش داره چه مشکلی دارن، نمیخندن، خجالت میکشن، دهن میبندن، تا حالا دندونه دامی بخواد در بیاد. این هایی چیزایی که همه همون تقریبا کم و بیش میبینیمشون. اما رشد شناختی چیه؟ اون چیزهایی که در فعالیت‌های ذهنی رخ میده، احساس، ادراک، حافظه، تفکر، استدلال و زبان. اون اشتباهات زبانی بچه‌ها رو چه جالبه و تا مدت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ما در آموزش در مدرسه چیکار می‌کنیم؟ ما در مدرسه به بچه‌ای که قبلا حرف زدن و شنیدن یاد گرفته یاد میدیم آن چیزی رو که شنیده به عمل در بیاره. یه مشکل ما در زبان آموزی و در آموزش به بچه ها چیه؟ از کجا نشون میشه؟ عدم رشد شناختی مناسبشونه، تشابهات و مسائلی که اذیتشون میکنه. برای بچه تشخیص بین خیلی سخت کنم. کجا اینه باید بمیسم؟ کجا رو بمیسم؟ بعد میخندیم. دیدی از این صحنه ها؟ یعنی خانمتون نهزت سواد آموزی بوده. بعد صابون رو با سه دندون رو نوشته، سی نوشته. بهش میگن خانم این قدر دیدی من میخوام این صابون رو کف کنم و رفته منو بشوریم. من این کار من نمایت. بعد خب فقط در روز نیست که مشکل دارن. در کنار همچسبون نمیست من مشکل دارن. ببخشید. حالا استثناء که دیگه اصلا مصیبت داره. شما بخوای حمزه رو ببینید. بگی ببین دختر خوب، پسر خوب، این در حقیقت خانه‌ایه بوده. این بنده خدا زندگی دانشجوی معلمی داشته، همچین رنج کشیده، معطل شده، دور زمین خدمت براش گذاشتن، اذیتش کردن، حقوقش رو زود و کم دادن، لاغر شده، کوچیک شده، این خودش بالا قرار گرفته.
چون دوباره برگشتن هم بوده برگشتن هم یکی من مرفق شدن این نجار بوده اما تو روشناسی خامدن هم مرد شده هست بوده مصیبت بوده منتها چون دوتا جه گفتیم اینو راحتش کنیم یکیش رو برداشیم اینو بروشیم از این بدتر اینه ببخش این نماد چیه؟ به این چند تا آورد میشه؟ به میشه یک یه میشه دو ه میشه سه نون میشه چهار ت میشه پنج سه میشه شیش شیش تا نماد داره فقط با یه نقطه خیلی الان من شما یاد گرفته دیگه دارم سخت نیست دیگه قشنگ چرچه میزنیم ولی تو زنه دیگه برای بچه این نماد چی؟ چند تا حالت داره؟ فقط با نقطه یه بنده خدایی اسم بچهش رو شد خشایا گفتم خانم بنده خدا رو خواهد سال اول ابتدایی اسم خودش مرسی که تجدید میشه از شدت نقطه چه خبر خشایا خدا مجموعه ببینید این تفاوت ها تا مدت ها ادامه پیدا میکنه بچه کلاس پنجم ششم ابتدای من بابا این شرط دادی چرا چقدر بیادب من گفتم چرا گوه این اسم خیابون باشن جلفا من برای جلفا خیابون میذارم گفتم جلفا نیست این جلفا هست یعنی شما از اینجا شروع کن تا حالا ترکیب میشه بچه که بودیم بیاد ریدش میگم اتاق اصناف خب این اتاق اصناف نقطش رو یه جوری گذاشته بودن که به این ور نزدیک بود من تو بچه که خودم رو نمیشون بپرسم اگر این اتاق اضافه هست اتاق اصناف نمیدونم اتاق اضافه میکنم اگر اضافه هستن چرا اتاق بشه که اضافه دارم مثلا بچه هایی که میپرسن اگه دکتر و مریضیان چیکار کنن؟ دکتر و مریضیان چیکار کنن؟ خود درمانی میکنن طرف دکتر عمومی قلبش گوش کرده رو از چیکار میکنن؟ میره سروت متخصص خودش دیگه نهایتا خب همه اینا برای اینکه ببینیم بچه ها چه مشکلی دارن ریشه در همین شناخت بحث‌های رشد داره یکی از مشکلات که بچه‌ها دارن اختلالات خواندن دیگه اختلالات یادگیری تحت عنوان خواندن نوشتن و چیزای دیگه این اختلالات رو کی تشخیص میدیم کلاس اول ابتدایی اصلا زمان مناسب برای تشخیص نیست چون همه بچه‌ها مشکل دارن از کلاس دوم ابتدایی بعد بچه‌ها رو برای تشخیص بدیم چرا موقعی که زبان آموزی کردن الفبا رو بلدن حالا تا بحث‌های مختلفش درصد شیوعش هم کم نیست بین 2 تا 5 درصد برآورد می‌کنن تو کشور داریم حالا تو خواندن تو نوشتن تو بحث‌های مشابه از اون بعد چپ نویسی رازگویی رفته بودم چی بندر عباس دیدم یه بچه به سرعت برق وارد می‌نویسه بعد معلمش هم چی بهش نمیگفت گفتم خب چرا اون من کاری ندارم بهش این مشکل خودش من آینه می‌ذارم تاثیرش می‌کنم نه این بچه تو وارد چپ نویسی داره چه بیشترم شروع میشه؟ حالا غیر از مشکلات خاصی که میشه. اول میده دوم بود. اون موقعی که بچه ها شروع میکنن ریاضی یاد گرفتن این اشتباه معمولا بیشتر وجود داره. منظور که همه اینا ریشه در مدارس رشد داره. شما مثلا برای تشخیص اختلال خواندن چه چیزی رو اجرا میکنید؟ فراستینگ اجرا میکنید. بچه ها تفاوت، تشابه، اندازه، بالا، پایین یا چیزا رو میدونن. حالا با مجموعه از این هر آنچه که اینجا میبینیم در رشد شناختی کارکرد خودش رو دقیقا اینجا نشون میده بچه ها بین خودشون دعوا میکنن مثلا میوه رو نصف کردن میگه نه نصف کوچیکر رو باید بدیم بچه تعریف نصف رو دقیقا نمیده نصف دقیقا یک رو نصف کوچیکر رو من دادی تعبیر ذهنی شد یا اشتباهاتی که در مورد قید زمان مکان کنن فردا رفتیم خونه عمو دیروز میریم خونه عمه جا به جا کردم مجموعه خب رشد روانی اجتماعی منظورمون چیه دگرگونی های مربوط به شخصیت اینکه با گروه همسال بچه ها بیشتر میشن تا دوره کودکی دیدید بچه ها فقط آویزان پدر مادر هم خیلی دور نمیشن همیشه باید در تیرس پدر مادر باشن به ویژه در سنین پایین تر کم کم به نوجوانی که میرسن یه صفت مهمشون چی میشه گروه همسالان یا همون سه پیرز بعضی هممالان رو ترجمهش کردن نقش مهمی پیدا می‌کنه کجایی کجا داری می‌ری با برابر چند گروه هم سن و سال نقش خیلی مهمتری بازی می‌کنه الان تو بحث‌های شبکه‌های اجتماعی و نمی‌دونم اینترنت و اینا یه بخش عمده این شده دیگه ما امکان ارتباط با کسانی داریم که خطری برام ندارن هویت ما رو نمی‌شناسن ما هویت ما رو نمی‌شناسن ما کتاب می‌خونیم بعدا توضیح می‌دیم چه جلسه برای ما چه خبر است بله.
تاثیر ایشون شد. ما ساعت هم شما بیرون ایشون گفت نشوید. خب، حالا مراحل رشد خاطرتون هست؟ پیش از تولد، از دباغ و تولد، همون 9 ماهگی خیلی مهمه ولی توی شناسنامه نمیاد. دوره شیرخواری نوزادی طفولیت از تولد تا 2 سالگی که اون تغییرات مهم به وجود میاد، بچه‌ها هرزادن یاد میگیرن، راه میرن. خب، اوایل کودکی و کودکی اولی 2-6 سالگیه. اون چیزی که شما باید سر کار دارید، اواسط کودکی و کودکی میانه است. تا اینجا میگیم پیش دبستانی. کودکی میانه 6 تا 11-12 سالگی است. خب، چرا مرزها رو دقیق نمیگیم؟ یه تعریف زیست‌شناسی داریم، یه تعریف قانونی داریم. چرا به افراد زیر 18 سالگی گواهینامه نمیدن؟ یا شناسنامه‌شون عکس کار نمی‌کنن، یا شهادتشون قابل قبول نیست؟ این سن قانونی است که تقریبا در همه کشورها یکسانه، هرچند تفاوت داریم. دخترها و پسرها در سن خیلی کمتری در مناطقی مثل آفریقا جایی که گرم زیر بالغ میشن و در مناطق سردسیر خیلی دیرتر. نوجوانی از 11-12 سالگی تا 18-20 سالگیه. اینه که میگه حالا جوان شد، جوان شد. 11-12 تا 20 سالگیه. از 20 تا این گفته 40، ولی درست گفتی شما. ما 5 سال هم داشتیم روش در مزرعه جدید میگیم تا 45 سالگی مرز جوانی است. خب، باید باش خود، اواسط بزرگسالی میانسالی 40-60-65 سالگیه. اواخر بزرگسالی میاد بیدی 60-65 سالگی به بعد برو خواهش میکنم که شما مثالت میشونم. خب، بعد بعده در مورد پیری هم حرف داریم. کسی که میتونه داروی خاصی مصرف کنه، خودش میتونه کاراش انجام بده، بیماری خاصی نداره، فعالیت اجتماعیش رو حفظ کرده. یه همچین کسی رو ما به معنای پیر سالمند مشکل دار در نظر نمی‌گیم. خب، اینا رو دروگوی شما در ساعت کنم به اینجا بیشتردیم، درسته؟ محافظه؟ آره، همینجا بیشتردیم. حالا یه دور هم نیکتر موسیقی که گفتیم، موسیقی که به کار شما میاد رو عرصیم. دوری پیش از تولد، یا از بقات تولد، بسیار بسیار مهم. هر ماه و هفته از بارداری مادر برای شکلی یه جز از بدن اهمیت داره. درسته که توی شناسنامه های ما ثبت نمیشه از روز تولد به بعد ما زندگی محسوب میشه، اما اون نه ماه در کل زندگی بسیار مهمه. تغذیه مادر زیر نظر دکتر بودن، خواب مادر، شرایط روانی مادر، همه اینا در سلامت بچه مهمه. کوچکترین مشکلی در این مسیر در این زمان ها وجود بیاد، حالا تو اینجاش اگر آسیب ژنتیکی مشکل نداشته باشه، بعدها تغذیه نامناسب، پیچیدن بند ناف دور گردن بچه، مصرف دارو بدون نظر پزشک، حتی اگر یه آسپرین باشه، در معرض تابش اشعه ایکس قرار گرفتن، غذاهای ناسالم خوردن، محیط روانی نامناسب، همه اینا میتونه یه بچه ناسالم تحویل ما بده. این لبی که شما میبینید، این قسمت بالا یه تیکه نیست. اینجا ببینید. این بینیه مثلا، خب، حالا خیلی بزرگ کشیدنش. یه ناودون اینجا داریم، خب، یه همچین حالتی داره. حالا من سیبیل دارم معلوم نمیشه. یکی از شما دوتران بگید باشون. باشون. باشون بیاریم. باشون. بیا بابا جان بیا شما بگید. خب، در موردشون تقریبا معلوم. اینا از طرف این شروع کنه، کنار هم میاد، قرار بگیره، رشد میکنه، میچسبه. شنیدید میگن لب شکری یا کلف بله؟ به اشتباه بعضی به خاطر تو میخوردن اینجا رو فکر میکنن لب شکری. این نیست اون شکاف میگاری به تو لب میفته، اون لب شکری منظور اینجاست. بعد این فقط خودش نیست، این همینجوری ادامه پیدا میکنه به سطح دهان. یعنی اگر ما در داروی نامناسب مصرف کنه، این سه تا قسمت به هم جوش نمیخورد، بچه به دنیا میاد در حالی که اینجا شکافته است. بعضی رو دیدیم قسمت لبشون قشنگ مشخص یه جای بخیه هست. بعضی دکترها که میتونن بخیه بزنن لب رفته بریم لب شکری هم گاهی دوداری این شکاف از لب هم میره عقبتر تو کامه، بچه شیر میخور از نهاش برمیگرده. خوشبختانه بسیاری از اینا رو حتی در دوره جنین تو رحم مادر میتونن چه بکنن؟ درمانش بکنن و جراحیش بکنن. خب، حالا بسته به اختلال میتونه کجا قرار بگیره؟ میگن کلف پلت یا
شکاف کام و لب و منظور پایین نیست، قسمت بالا. خب ما متشکرم. این از مزایای تراشیدن رو چیزی میگه. نخن که بعد بار میارم سیگی بار میزنم که دار نمونه دارم میگم میام به خب یه دونه رو دارم بگم مصرف دو رو میگم مادر رو میگم نه ببین میگن مادرزادی یک چیز کلی مثل هموفیلی. ببین اگر خدای نکرده مشکل ژنتیکی بخواد به وجود بیاد، از همون لحظه انتقال نطفه به وجود میاد. تریزم 21 که آشنایی دیگه، نه کروموزوم شماره 21 به جای دو جفت سه تاست. 1, 2, 3 یعنی سه تاست. زوج هم کروموزوم ها، کروموزوم شماره 21 به جای دو تا سه تاست. ویژگی هاشون همون چیز که بین مردم میگن مثل منگولا میمونن، مثل مغولا میمونن، منگولیست. بعد اهالی مغولستان رفتن شکایت کردن سازمان ملل که آقا اینا دارن به قومیت و ملیت ما توهین میکنن، بخشنامه کردن به نام پزشکی که کشفش کرده بهش مثلا معرفی شدن، اسمش رو گفتن سندروم داون. سندروم داون رو هم شنیده دیدید؟ درسته. سندروم داون این نیست که در 5 ماه اینجوری بشه، در 9 ماه اینجوری بشه وضع تولد. همون لحظه‌ای که نطفه منعقد میشه، اون جهش ژنتیکی که ما نمیدونیم بعدش چه اتفاق میفته، اون در لحظه اتفاق میفته. اما یه سری موارد رو شناختیم، بخش عمده که اصلا آنناونه، علم ما اصلا ایزه نمیده. اگر 100% بگیریم ببخش تو الان حدود 80% رو میگن آنناون. یه زمانی مثلا میگفتن سن بالای 40 سال مادر روی این قضیه به شدت اثر میذاره. خب اما اخیرا ثابت شد که خیر، ما زمانی داشتیم تو اهواز آبادان 20 ساله 18 ساله بچه مونگول به دنیا اومده، اصلا این فرضیه رو باطل کرد. یا فقط می‌نداختن گردن مادر، سن بالای مادر. الان دیگه یاد گرفتن که ببخشید سن بالای پدرم هست. خب تفاوت چیه؟ قدیم احساس می‌کردن خانم ها تمام تخمکی که در طول زندگی باید رها کنن رو با خودشون به دنیا میارن. یعنی الان یک خانم 18 ساله تخمکای 18 ساله، یک زن 25 ساله تخمکای 25 ساله داره. خب حالا اینا در طول زندگی رها میشن آماده باروری، اما اسپرم در مرد روز به روز ساخته میشه. اشتباهی که میکردن به خاطر این بود که در مردها روز روز ساخته میشه، پس تازه است، پس مرد مشکل نداره 80 سالش هم باشه. گفتن خیر، اون تغییرات فیزیک و شیمیایی در بدن و ژنتیکی روی اسپرم آدم اثر میذاره. سن بالای 40 سال پدر و مادر هر دو میتونه خطرناک باشه. ما مثلا 42 سال داریم باردار، بچه‌ش هم سالمه، مشکل نداریم. میگیم میزان خطر بیشتر میشه. خطر. حالا این خطرها چند نوع در لحظه نقاد بود. اکثر مسائلی که بهش میگیم مادرزادی یا ژنتیکی تو همون لحظه نقاد اتفاق میفتن، در طول 9 ماه نیستن. اما در طول 9 ماه تغذیه نامناسب، تابش به حضور اشعه ایکس، حتی یه آسپرین بدون چیز خوردن، نداشتن تغذیه مناسب میتونه در بخش های مختلف اثر بذاره. مغز هر ماهی به هفته‌ای طبقه بندی داره، خاصه برای روز کتاب که معرفی می‌کنم، هر هفته و ماه برای شکلی که بخش از بدن اهمیت داره، بستگی به شانس مادر که در اون هفته و ماه چه داروی مصرف کرده باشه یا نه تغذیه‌اش با مناسب باشه. چرا خانم هایی که باردارن ماهی سرشون شروع ریختن میکنه دندوناش مشکل پیدا میکنه؟ اون جنینی که در رحم مادره اون مواد لازم داره، چون مادر از طریق تغذیه طبیعیش نمیرسه، اون از بدن خود مادر میتراشه، اون معطل میشه که مادر با تغذیه جبران کنه. قدیم شنیدید میگفتن خانم ویار کرده. ویار یعنی چی؟ اشتهای غیر طبیعی و شدید به خوردن یه چیز. زنهای طفلکای نسل قبل که سواد کمی هم داشتن چی میخوردن؟ خاک، زغال، مهر، مهر نماز و الی‌آخره. میدونید تو اینا چیه؟ کاگل و زغال، آلومینیوم و منیزیوم و همین چیزایی که بدن لازم داره. ولی خانمایی که الان دیگه متوجهن زیر نظر پزشک باردار میشن، شیر به اندازه کافی، حبوبات فلان میان به شکل طبیعی جبران میکنن. اینه که دیگه ویارای اون زمان رو شما در خانمای نسل جدید نمیبینید. جالبه، گفته میشه بدن هر اونچه که نیاز داره دیگه موقع حواس کله پاچه میکنید، تحقیق میکنید که چربی بدن خیلی مهمه. یه مدت‌ها حواس چیزای چرب و شیرین نمی‌کنیم، یعنی به نوعی زائقه ما تحت تاثیر نیازهای درونی بدن قرار می‌گیره. چجوری وقتی تشنه میشه مثل تشنه یاختی که گرسنه‌ای بوها برد، چرا در ماه رمضان داخل اون نوعی توفیه که شاطر همیشه می‌بازن، چرا تو ماه رمضان اون بوش بیشتر و همه غذاها به خاطر گرسنگی آدم هاست، اینا تحریکش میکنه. خب به صورت این 9 ماهی که ما هیچی نمیگیریم، هر لحظه و روزش مهمه.
به خاطر همینه که گفته میشه بدون برنامه‌ریزی باردار نشن، بدون برنامه‌ریزی و بدون نظر دکتر داروی مصرف نشود، مخصوصا در زندگی امروز. قدیم مثلا نمیگیم ایشون تخم مرغ 24 تا 40 تا بود، 7 8 تا بچه داشتن، یه دونه مشکل پیدا می‌کردن، مشکل نبود. حالا به بچه دانشگاه میگین و برای شما که کار بودی، در زندگی که ما یک یا دو تا دونه بچه بیشتر نداریم، جای ریسکش هست واقعا بچه معلول باشه، عقب مانده باشه، یک اون مشکل پیدا کنن. اونم با این پیشرفت دانش‌پزشکی الان تنبلی چشم دیدی خیلی چیزا رو در سنجش بیشتر استفاده کار سیاه قشنگه. قصه اینا که رسون پردازی بود ما تو خوندی کیا خوندن؟ قصه اینا فقط خب داستان شد که در این برای این بند خدا چشمش خیلی ضعیف بوده، منتها فکر میکرده همه به این شکل میبینن، تا اینکه یه روز اتفاقی عینک تزئینی که برای عموش بودن یه دایش بودن خاطر میزنه و میبینه که چقدر بینایش بهتر شد. خب این زمان شما نوشته شد، ولی یکی از دلایل فرق سنجش در اسلامی میشه در همین چیزا داشت که بچه ها رو قبل از اینکه وارد مدرسه هم تست کنن، با تعداد زیادی بچه که مشکل قلبی بینایی شنوایی را داخل بشن، چون این را اعلان نکردم یه جوی نمونه میشه بذاریم دیر سوالی دیر بذاریم بعد الان بین شما و شما فعلا داره میچرده چون سوال بود رو جواب داره. خب به حضورتون که عرض شود این نه ماه مجموع تغییراتش باعث میشه که این موجود امکان زندگی بیرون از رحم رو پیدا بکنه. دوره شفایی تا دو سالگی تغییرهای زیادی در بدن، در مغز، در بخش‌های مختلف به لحاظ حرکت به وجود میاد. بچه ها تو یک سالگی میشینن، راه میرن، میتونن حرف بزنن، اولین پیوندهای صمیمی با دیگران ایجاد میشه. بیگانه حراسی تو شش ماهگی تقریبا وجود میاد. سوالی که ما هفتم پرسیدیم جواب هم دادیم، چرا چشمای بچه ها خیلی درشت و قشنگ به نظر میان؟ دیدید هم تو عکس ها تو فیلم ها خیلی این قسمت چش بچه ها جوندار و زنده است. چرا؟ تمام رشد خودش رو در دوران جنینی انجام داده. یعنی بچه که ما میبینیم چشاش درشته در حقیقت این درشت نیست، بقیه اجزای چشم و صورت که کوچیکن مجموعا. خب یعنی این چشم همون چیزی که در بزرگسالی بایستی داشته باشه. زمینم یه چیز کاربردی بهتون میگم، من به تست مختلف اعتقاد دارم، نه خیلی زیاد، ولی به نظرات افرادی مثل شما به عنوان کسایی که با بچه ها سر کار دارید هم خیلی اعتقاد دارم. به معلم ها میگیم بچه چجوری بزرگ بشه؟ این خیلی باهوشه. میگم از کجا فهمیدی؟ یکی از ملاک هایی که معلم ها میگن چشمای بچه هاست. بچه های باهوش چشمای خیلی درخشان زنده و جونداری دارن، انگار با چشماشون تمام مطالب شما رو میگیرن. بین شاگرده که باشم سر کار دارید دیدید؟ یا نه دیدید؟ عکسش رو هم دیدید. آها یکی ملاک ملاک دوم گوش. آه گوش شاگرد اولیه کنکور المپیادا رو نگاه کنید، حالا خانم ها که زیر مقنع مشخص است، ولی اغلب تیزهوش ها گوش هاشون مثل آینه های برده و پریگه هست، یه حد بیشتر از بقیه بچه ها بیدیم. اینا تیزهوش هست. بله نمیشه از روی جگاه جسمانی کامل گفت، ولی یکیش اینه. خاطره چلیپا رو که بگم به معلم ها گفتم که اولین تجربه کلاسیتون رو بگید. من خودم بچه معلم بودم، از سربازی هم به سربازی هستم، سال 62 دانشگاه که قبول شدیم از معلم ورزشی ابتدایی شروع کرد درس دادن تا دانشگاه. با حضورتون که عرض شود اکثرشون گفتم از دیدن این چشمایی که همه منتظر و مشکا هم ببینن ما چی بگیم وحشت میکردیم. به بهانه‌های مختلف بچه ها رو وادار میکردم مشق بدیم، مثلا این چیزی میزنم مثلا آخرش سرشون پایینه، من قلبم داشت میزنم، میخواست از گلوم بزنه بیرون، نگران نگاه ها بودم که خراب نکنم چی دارم میگن. این اصلا رو داشتید نداشتید؟ الان باور سی چه اصلا نمیشن ها؟ یادت بیرون؟ الان باید گوش بدم، اصلا گوش نمیدن ساکت. خب باشه این همه نمیسمان در اون وضعی هست. فکر میکنی فقط ما رو مستند بیاد دانشگاه رو نشون بدن، هر چی سرش کردن کار خودشه، اینکه همکار مشکلی ما هست که مشکلاتشونه که از دانشوی خودشون جوان ترن بگه اصلا ما رو به رسمیت نمیشون بیریم میشینیم هرچی داد مطالعه میدونیم چکار کنیم چی؟ با سکوت و با اقتدار ولی بدون عقل نگاهشون رو ممکن، بعد یه چیزی کم کم این با آرنج در هم دیگر با خبر میکنن که مثلا استاد اینا برای ما میفیسن اینجا مثلا جای استاد یا جا استادی.
نمیدونم چه چیزایی و شما میسن جامعه دیگه مثلا و اما سالهای پیش از دبستان یا همون دو تا 6 سالگی چه مسائل خیلی مهمه؟ مهارت‌های حرکتی اصلاح میشن. راه رفتن بچه‌ها رو دیدید دویدنشون رو اول از عضلات بزرگ شکل میگیرن. حرکات بزرگ به عضلات بزرگ نیاز داره، حرکت پا. اما مهارت‌های انگشتی ریز ببینید نوشتن و دیدید قلم دست گرفتن بچه‌ها چقدر سخت اینجوری میگیرن، اینا هم مهارت حرکتیه. شما برای نوشتن باید به این تسلط داشته باشی، هماهنگی چشم و دست هم لازم داری که در یه مسیر داری. چرا بچه‌ها رو وادار می‌کنیم ما مداد بنویسن؟ چون لغزشکار نداره، خودکار خیلی براشون لغزان. یک، دو، کتاب‌ها رو دیدید چقدر حروفش درشته به نسبت کتاب‌های بزرگترها؟ به خاطر اینکه اون تطابق چشمشون کامل هنوز به وجود نیومده. یا تصاویر خیلی نقش داره، کم کم تصاویر همزمان با پیشرفت رشد زبان و مهارت خواندن و نوشتن بچه‌ها کمتر میشه تا میرسیم به کتاب های درس دانشگاهی که دیگه اصلا عکس نداره، دیگه همش نوشته است. ولی جالبه بدونید بچه‌های دکترا کتاب ما رو ورق می‌زنن که یه دونه عکس هم نداره، یه صاف جدا نمودار نداره. یعنی ما هم به قول فیلسوفه میگم ما هم بچه‌های بزرگ شده ایم، ما کماکان نیازمند عکس و تصویریم. یکی از اشتباهاتی که در بزرگ سالی میکنیم بزرد از بحث فلسفی شما استفاده کنیم. خب یه 80% آموزش از طریق بینایی دیگه، یعنی آموزش نه، بگیم اطلاعاتی که ما درگاه بکنیم زخمی دیگه، مثلا ما میبینیم یه مسئله رو مثلا خیلی تأثیر گذارتر داره، همین کتاب هایی که شکل داره قابل نمودن تو حافظه آدم بهتر میبینیم. و به همین دلیلی که تلویزیون، اینترنت یا اونایی که تصویری هم خیلی بیشتر بزر میمونن حافظش هم راحت تره. من معلم زمان انگیزه داشتم، 34 تا دانشجو دانش آموز داشتم سر کلاس، همه رو به اسم صدا می‌کردم. انگیزه‌مو کمتر شد، سنم اومده بالا، ولی حافظه بینایی هست. وقتی می‌بینم آدم‌ها رو با 5 تا 10 درصد خطا میگم قبلا دیدم یا ندیدم. الان تعجب می‌کنی چند سال بعد که انگیزه جدیدی میگم من اینو دیدم. اون حالت حالا چشما و بحث‌های فلسفی و آدم نظرش بماند، اما بعد هر چیزی که در حقیقت کمک میکنه مخصوصاً رمزگذاری‌هاش بیشتر باشه با حافظه سپردن شوهرتر تکنولوژی آموزشی رو میگیم بیش از 70-80% اطلاع از طریق چشم میاد، بعد شنوایی، بویایی، بصرگویی و مهارت‌های دیگه. خب یکی اصلاح مهارت‌های حرکتی، دیگه چی؟ تفکر و زبان. یه نکته خیلی مهمی بهش دقت کنید. یکی از مشکلات ما همینه که این خانم میگه حرف نزن، دیگه تو میخوای ساکت کنی به شکل‌های مختلف. خانم به بچه نمیگی حرف نزن، میگه حرف بزن، تو دل خودت حرف بزن. الان راجع به حرف من فکر کن، تو داری چیکار میکنی؟ درست میگه؟ میگه باره کلمه نه، اینو درست کن، نه اینجور نظرم خوب نیست، تو داری فکر میکنی. فکر کردن یعنی حرف زدن با خود زبان درونی. یکی از اشتباهات معلم ها دیگر نیست بچه ها خفه ساکت حرف بزنید، ولی تو دل خودتون، تو دل خودتون اولین قدم ها برای تفکر. و جالبه یکی از اون بحث های مهم در زمینه زبان آموزی اینه، ما یه سری رفتارگرا داریم مثل آقای اسکینر. رفتارگراها چی میگن؟ رفتارگراها میگن زبان هم مثل بقیه رفتارها از طریق تقویت و تنبیه صورت میگیره. بچه کلمه رو میگه درست میگه تشویق میشه، اشتباه میگه تشویقش نمیکنن یا تنبیهش میکنن، زبان یاد میگیره. یعنی زبان رو نوعی باز رفتار میدوننش. خب در مقابل رفتارگراها یک گروه شناختگرا شما دارید. شناختگراهایی که در رأسشون کیه؟ پیاژه است و نام چامسکیه. چامسکی و پیاژه حرف قشنگی میزنن، میگه من نمیگید از طریق تقویت و تنبیه صورت میگیره. بچه ها یه کلماتی رو به کار میبرن درست یا غلط، درست ها شما تشویق میکنیم، غلطاشو تنبیه میکنیم، نادیده میگیریم، زبان یاد میگیرن. درسته؟ میگن بله. میگه خب بچه ها کلماتی به کار میبرن که ما بزرگتر از هم نداریم اونا رو، و این نشون میده که یک، زبان از طریق تشویق و تنبیه یاد گرفته نمیشه. دو، زبان دقیقا در ارتباط مستقیم با تفکره. زبان در ارتباط مستقیم با تفکره. بچه دستش میسوزه میگه سوزیدم، پخیدم،
جوجهش مرده میگه قبرش کن. ما این سر اینا رو بخواه ببریم بگید که این کلمات چیه یادتونه؟ دوزیدم، تخیدم، یخیدم. کلمه یخ کردن رو میفهمه، کلمه مردن رو میفهمه، ولی در ذهن خودش متعلق یه چیز دیگری میگه. ما بزرگترهایش رو اینجوری حرف نمیزنیم. این نشون میده این نیست که بچه کلمه رو بلده، حالا شروع میکنه به گفتنش. زبان و تفکر دقیقا ما هم در ارتباطن. حالا بین خودشناختگراها هم دعوا هست، تفکر مقدمه بر زبانه یا زبان مقدمه بر تفکره؟ ژان پیاژه میگه تفکر مقدمه بر زبانه، اول بچه رشد فکری شناختی پیدا میکنه بعد حرف میزنه. نام چامسکی و آقای ویگوتسکی میگن خیر، این دوتا همزمان با هم هست. بچه در کنار رشد شناختی و زبانیش تفکرش شکل میگیره و بالعکس. این نیست بگیم اول تفکر کامل میشه بعد زبان. خود زبان هم به تفکر کمک میگیره. خوب فکر کن شما فکر کردنات به زبانت میاد و در اثر حرف زدن چه میکنی؟ تفکر خودت هم تقویت میکنی. این منطقی تر آخرین نظریه چامسکی و نظریه ویگوتسکی ارتباط که دو سویه اینا رو میگن، هم زبان باعث رشد تفکر میشه هم تفکر باعث رشد زبان میشه. ایراد که ویگوتسکی میگه پیاژه میگه اینه که شما فهمیدی روی یه سری بچه پولدار پاریسی بالا شهر فرانسه بوده، یه جوری هم برخورد میکنید که اینا تو خلن بچه ها تو جامعه زندگی میکنن. تحقیقات سنجش بیشتر اسلامی چند سال پیش نشون داد بچه های چند تا دوره اجتماعی خیلی به لحاظ مهارت کلامی جلوترن. معلم ها و عجیب اون سال این عذاب در اومد، سپاهی ها اونا نفهمیدیم چرا، ولی باز اونم تحلیل این بود که تعداد زنهای خونه‌دارشون بیشتر نبود، بچه ها زیاد سرکرده بودن. معلم ها که معلومه دیگه، ما برو رو چرچه حرف بزنیم دیگه. در رشد کلامی بچه هم اثر داره. یا در سالهای اخیر بحث چی داریم؟ بحث انواع اینترنت، موبایل، ماهواره و الاخر. ولی جالبه تعداد بچه های کلام میارن مطب و مشکل کلام دارن بیشتر شده. این نشون میده فقط محرک های محیطی نیست، اگر این باشه باید بچه ها خیلی خوب چهچه بزنن، بچه ها رو کنم کنن. دختر خیلی حرفه، لکنت زبان در مردها شیوش 11%، در دخترها 0.5%. مشکل شما مشکل زبان ندارید که. اما چجوری الان دختر 3 ساله میارن از یک کلمه حرف میزنه؟ نگاه میکنه تفکر رو میگه که باید روش نکرده. انگیزه محیطی ایناش هم مثلا نسبت به بقیه چیزا بد نبوده است. البته بعضی خبیزه اینا هم هست. به شکل سنتی در مورد بچه هایی که دیر زبان باز میکنه زبانش رو راحت نیست میگن چیکار کنیم؟ تخم کفتر. بعد در تخم کفتر چه عاملی وجود داره؟ متاسفانه هم تحقیقاتی که نشده، ولی در سال اخیر دیگه کم کم شناختی اومگا 3 داره فلان فلان و الاخر. نه تا کبوترهای اهلی، میگن کبوترهای وحشی. و جالبه که هر موردی ما گفتیم اجرا کردن جواب داده، در کنار گفتار درمانی و بحث‌های دیگه اینم جواب داده. حالا رو کدوم قسمت مغز سرمیزه رو نمیده، این نیاز به تحقیقات بیشتر داره. اصلا فقط ببخشید زدن فقط تو خون کفتر یعنی هیچ توپی دیگه نمیشه؟ نه این داره. یه چیزی بهتون بگم، علم سر جای خودش، دانش و تجربه هم سر جای خودش. با عینیت با مثال بهتون میگم، یه بحث شهودی فلسفی نیست. بسیاری از اون چیزی که ما مدعیم حالیمونه مدیون گذشتگانه و خیلی از دانشی که حتی در آینده رو هم کسب کنیم در گذشته حداقلش فکر کرده. ما فکر میکنیم خیلی پیشرفت کنیم، یعنی اگر ما به جایی که بیایم نماد جدید بشیم هم چیزای نیاکان گذشته خودمون در دل خیلی موفق بشیم. ایرانیان باستان از طریق حرکات ستارگان و رفتار غیر طبیعی حیوانات زلزله رو پیش بینی میکردن. باورتون میشه؟ الان باورتون نمیشه. یعنی به افتخار کنم که در چند هزار سال پیش، چند صد سال پیش کسانی داشتن پیش بینی میکردن، پیش بینی درست هم میکردن. خب الان تازه کم کم رفتن به سمتش که آره اینا ممکنه باشه. نمونهش هم برای که فکر نکنید هم بحث های سر مده ایست، یکی به سایت اینترنت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران حدود 2-3 ساله یه بخشی رو تحت عنوان نشانگرهای زلزله راه انداخته، از جمله رفتار غیرطبیعی حیوانات. نمونه های آخریش چندین روز میدونید که در زلزله لحظات مهمه، ثانیه ها مهمه و زلزله کسی رو میکشه. من تو زلزله بودم 5 متر فرق میکنه اومد بعد هم فرق میکنه، اما این ساخته دست بشر که آدم هم میکشه چیز نیست میاد رو سرت گازه ای برمی که میکشه، ثانیه ها مهمه برای که قطع بشه.
در زلزله و بار نجیل از چندین روز قبل هزاران قطعه ماهی سفید مرده ماده تن بیا آب کسی بهش دقت نمید ماموش گفتن نمیذاشتم مردم زندگی کنند 24 ساعت قبلش شروع کردن گله و فرار کردن از اونم حیوان بهتر از من میفهمیده ما باید برمیخوره که بشری محالی رو بیزید که موش حالی شدید موچه حالی شد برد باز نمونه اینیش رو بیرم مؤسسه جوفیزیک که میگه پدشکار میگه زلزله در سیچوان چین این زلزله سنگینه چون من قبل از المپیکشون هشت ریشتری داغون کرد همه چیز رو یک هفته قبل از اینکه زلزله بیاد یه دریاچه ای فرو میره خوش میشه یه هفته قبل دو چندین هزار قورباغه از توی شب و وطن هم میرن همه هم عکس گرفتن با خنده عکسش رو اینترنت هست برید نگاه کنید قورباغه فهمیده ما انسان ها نمیشون و این دیگه ما بیدیم پیدا کنیم چه مکانیسمی که اینا متوجه میشن ارتعاشات زمینه گازیه یه دوره داریم بهش میگیم natural non-influencing period پریود یا دوره زمانی ناروانی طبیعی گفتار متوجه شدید ترجمهش یعنی مرحله است که بچه ها ناروان و ناسلیس صحبت میکنن اما این ناروان و ناسلیسی کاملا درسته تا قبل از شش سالگی بچه میخواد بگه تاکسی میگه تاسکی اولی ناروانی اینه که جا به جا میکنن میخواد بگه عکس میگه چی؟ اسک آفتاره این کاملا طبیعیه اما تا قبل از شش سالگی مؤکد توصیه میکنیم بچه ها رو تا قبل از شش سالگی و ورود به مدرسه زبانشون رو درست کنیم بچه زبانش درسته میشه میاد مدرسه چه اتفاق میفته همکلاسیاش مسخرهش میکنن معلم هم دو تا حالا داره یه استادی ما داشتیم دکتر گنجی من برد پای تابلو همه سال بالا داره یه میخوام درمان میکنم بچه کمبری که زبان نداره پای تابلو باز خرابترش میکنیم یا نمیشه بس نمیخواد حرف تو پیش من اون رو بهت میدم یعنی یک ناراحتی ساده زبانی تبدیل به افت تحصیلی میشه تبدیل به ترس و فرار و نفرت از مدرسه و معلم شو علاقه پس یه اصلی که دیدی اگر مورد داشتید سریع خانواده رو صدا کنید باید بره بچه درمان شه قبل از ورود به مدرسه یا یه گیر داره حالا دیگه چه چیزایی داریم غیر از جا به جایی کلماتی که نمیتونم تلفظ کنم میخواد بگه گل میگه قل قل دقت بکنی گه براش خیلی سخته حروف رو مطرح کردن سخته جا به جایی داریم چیزی رو به جای چیز دیگری به کار بردن داریم هلیکوپتر مثلا یا اونایی که چند تا چیز پشت سر هم میده بزرگتراش هم مشکل دارن بگو قسطنطنیه رو من یا امروز میرم چشم پزشک یا میرم من میگم این کجا نور کم بگیدم بگو قسطنطنیه قسطنطنیه بگو کنسرسیوم خب یعنی حتی من و شما که بزرگ سالیم چه اتفاق برام میفته ما هم ممکن در یه سری از حروف و لغت ها گیر کنیم حالا یکی از شایع ترین مشکلات بچه ها چیه لکنت زبان اون لکنت زبان دیگه این حالت های ناروانی طبیعی گفتار نیست مثلا لیوان رو میگه ایوان خب اینا ناروانی نیست اینا دیگه میاد مشکل میشه دو نوع لکنت داریم کلونیک و تونیک داریم بچه حرف پشت لبش گیر میکنه انفجاری میریزه بیرون یا نه تکرار میکنه میخواد بگه میخوام چه اتفاقی میفته؟ بعد از این مدت مشکلی این تبدیل به تیک سر و صورت و بدن و ناراحتی میخواد از مرزه بیرون این دیگه حاد بشه نه با بذاریم اینجا بشه نمیخوام حالا باز میخوام اغلب هم در دوران کودکی شما ترس میدید مصرف غذاهای سرد بدترش میکنه برخورد با جنس مخالف بدترش میکنه برخورد با بزرگترهای غریبه بدترش میکنه برخورد با موقعیتهای ناشنا بدترش میکنه و این نکته مهم در اولین فرصت قبل از اینکه تبدیل به تیکای دیگه بشه بچه بایستی درمان بشه راحتش دارم بگم تشخیص سریع و موقع حساسیت خانواده گفتار درمانی همراه با روان درمانی بچه ها بسیار ظریف هستند. یه تجربه باز اسرار کلینیکی بهتون میگم. در 90-99% موارد بچه ها مشکل ندارن. بزرگتر ها مشکل دارن. جهت عاطفی خانواده متشنج شده. الان بعد از کلاس متاسفانه دارم میرم برای خانواده ای که زوجم مثلا تاثیر کردن مثلا. دختر بچه کوچیک یک و نیم ساله سرشون رو به دیوار گریه میکنن عصبانی من میدونم بچه ای چیزی پدر بالا قبلا هم مشکل دارم چیز میزنم میشکنم
توهین میکنن به هم با صدای بلند در خیلی از مواقع. خانواده متشنج ما پرونده میگیریم. باید شرایط خوب شه. معمولا ترس ناگهانی، فشارهای عاطفی، مرگ یه نفر و خیلی از اون یه نمونه دیگه بود لالی عاطفی. اون اصولی که به معلم باید یاد بگیره اینه که سریع بچه رو باید ارجاع بدید، باید درمان شد. یه بنده خدای پولدار گفت اصلا بچه رو باید میبرن آمریکا. من به اینجا علی بر آقا این فارسی بلد نیست حرف بزنه. خودش اونجا فکر کردیم مثل بقیه این چیزاش بعد از این مملکت میدیم خیلی اینقدر خراب شده که همه چیز با پول میخره ولی سلامتی با پول نمیخره که اولا که فارسی باید یاد بگیره نه امریکایی فکر میکنه پول داره هم غلط بخواه که بکنه در نسبت فارسی باید یاد بگیره این باشمه از اینکه بگو آقا مخوام برم از کپسول های بسیاری فرانسایی بگیره یعنی باز میخوام بخره کپسولش ما فلانجا باشه حتما در کوهای آل پر شده باشه با اینجا یکم بری دوربر تهران هوا یه ترتمیزی مجموع شمال خود من مرد 40 ساله یادم 45 ساله شاهد صحنه وحشتناک بمبارون موشک بارون بود ولی یه هفته حرف نزد بعد از اون مدت چند ماه با لکنت حرف زد از ترسش دیدی اصطلاح انگلیسی میشه اسپیچلس دیگه اصلا هیچ چیزی برای گفتن نداره طرف شما هم شاهد صحنه باشی یه کلیپی هست نشون میده مردی داره شیشه مصرف میکنه بعد یه گوسفند میاد تو خونه میگه برو بیرون دوباره نمیاد خودت خواستی سرش میبره میاد میشینه زنش از در میاد صحنه نمیاد سر بچه خودش رو بریده تلفنش میشه گوسفند دیده تو اینو میبینی اصلا خودت تو چند دقیقه حالت نیست صحنه های عاطفی فشار و شوک ها میتونه بعد شما خودتون هم بزرگسال از خود دفاع میکنید بچه کوچیک نگاه این معلم قذرش تصویر معلم های ریاضیاتونه اخمو بی سواب عینکای آنچنانی یعنی خود درس مزخرف اینا هم دیگه کنارش بعد مثلا به جای لبخند به جای یه حالت قشنگ خراب میکنه شما که از شبت رسیدیم به اواسط کودکی و کودکی میانه 6 تا 11 تا 12 سالی بود حالا بچه ها اون دوران کودکی و پیشدبستانی که نهایتاً کودکی رفتن رو ترک میکنن و وارد دبستان میشن اولا من بگید شما چرا بچه ها رو قبل از 6-7 سالگی تقریبا در همه جای دنیا وارد سیستم تعلیم تربیت نمیکنید استثناء بمانند اول سنایی که قرآن حفظش در پایین تر از این سن نمونه های دیگه اینا استثنان اما به شکل مشترک تقریبا 6-7 سالگی بچه ها همه جون همه جای دنیا مثلا مدرسه سیستم تعلیم تربیت رسمی چرا؟ قبل از این نه؟ چرا دیرتر از این نه؟ اصلا رشد جسمانی بچه اجازه قلم به دست گرفتن کنترل مثلا نمیده رشد عاطفی اجازه دوری از مادر میده رشد شناختی اجازه یادگیری به بچه نمیده اما دیرتر از این هم دیگه دقیقا با بحث اسلامی ها منطبقه 7 سال اول اجازه بدید بچه ها بازی کنن 7 سال دوم اجازه بدید درس بخونن 7 سال 3 میتونن مشاور شما باشن اما یه اتفاق افتاده در سال اخیر از اونجا که بشر غذای فست فود میخوره همه چیز تند شده دیگه وقت غذا خوردن نداریم وقت کتاب خوندن نداریم و خیلی چیزای دیگه دوست داریم که مراحل تعلیم تربیت هم جلو بدازیم در خیلی از جا سعی میکنم بچه رو جلو بفرستنش جالبه پیاژه وقتی نظریهش رو در امریکا مطرح کرد بهش گفتن خیلی خوب نظریه قابل قبول خوب میشه بگین چجوری بچه ها رو میشه توی این مرحله جلوتر برد سریعتر به این مرحله برسن پیاژه خیلی بهش برخورد وقتی برگشت فرانسه مقاله در جامعه گفت این یانکیا فکر کردن همه چیز مثل اون سیستم موشکی خودشونه بذارید بچه ها تغییرش کنن بچه استدلالی که میکنه بر اساس رشدشه چرا ما زودتر از حد بالغش میکنیم و متاسفانه شما دیدید در خانواده فقیر بچه های بزرگتر میشن پدر مادر بچه کوچیکتر اسباب بازیشون خواهر برادری دیگهشونن فقر اجازه کودکی بهشون نمیده بذاریم بچه ها رشد طبیعی داشته باشن ما اصرار داریم بدو بدو کلاس کامپیوتر بدو بدو کلاس زبان بدو بدو چرا اصلا فرصتی برای خود بودن ندارم بعد یاد بگیرم بعد زمان میخواد شما نمیتونی زودتر از موعد به جای برسونی شما بعد کجا میخوای برسونی اون جوکر رو همیشه من از کلاس ها میگم میخندن ولی خواهش هم این است که به عمرش هم دقت کنید یه بنده خدایی از شمال برگشته بود بهش گفتن که چه خبر او همه چیز خوب بود فقط این درخت ها بالاخره نذاشتن ما جنگل رو ببینیم عافیت باشن همین درخت جنگل هست همون آزمایش و خطا یادگیری فراموشی همینا اما بخش عمده از تعلیم تربیت شما فرض کنید فراموشی نبود یکی از مشکلات ما معلمان تکرار کردن دیگه اگر فراموشی نبود و ما با هر یک بار فقط دیدن یا شنیدن و خوندن یه مطلب رو پرسش می‌کردیم می‌دونید چقدر کاشکار الان می‌زنده ما رو پر کرده بود
چرا ما نیاز به تکرار داریم برای یادگیری؟ شما با تکرار کردن این پیغام رو به مغز و حافظه میدی، میگی من این رو میخوام به یاد داشته باشم. با تکرار بهش میگی اون موقته، اون اخباره نیست، روشنه. و اصلا اگر فراموشی نبود یادگیری لذتی نداشت و هیچ وقت فراموشی به صفر نمیرسه. دیدی برای حفظ یه مطلب شما یه مدت زمان خاص نیاز داری، بعد از این مدتی بخش‌هایی از حافظه شما پاک میشه ولی نه کامل. اون شعر معروف فریدون نوشی رو حتما شنیدید دیگه، بی تو من آب شبی باز از آن کوچه گذشتم. بله خب بگیدش ببینم. بی تو من آب شبی، اینه که خودم گفتم. باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. یه بار دیگه. همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. ببخشید من دستم خیلی خسته است، حالا خطم این باید خوب ادامه هست؟ حالا ادامه هست؟ در همین هر دیگه تمام شد. شوق دیدار تو؟ لبریز شده جام حضورم. آخیش شده من عاشق دیوانه که بودم. آها حافظه شما الان اینجوری شده. ولی الان چه اتفاق افتاد؟ به محضی که من اولش رو میگم ادامه میدی، این نشون میده که ما فراموشی شما به صفر نمیرسه. شما برای حفظ کردن این شعر 5 بار 10 بار تکرارش کردی، یه هفته وقت برده، اما برای یادگیری مجددش 3 بار لازم داره تکرارش کنی و خیلی کوتاه‌تر. این نشون میده فراموشی به صفر نمیرسه. ولی بعد به مرور زمان ورود اطلاعات جدید و مجموع مسائل باعث میشه که ما یک قسمت های رو هی فارو بی تو مهتاب شبی کوچه بعد که یادت میره اینجا انگار پاک شده باشه، حافظه همین شکل داره. حالا سن چه سنیه؟ 6 تا 11 تا 12 سالگی. گفتیم چرا دقیق و ریاضی وار نمیتونیم بگیم؟ چون بسته به جنسیت و منطقه و محل و تغذیه فرق کنه. این اون سنیست که شما دقیقا باش سر کار دارید. به نوعی اواسط کودکی معنی و بعض اصلا کودکی تمام میکنن. جالبه بدونید وقتی مراحل رشد رو تعریف میکنن دقیقا نمیگن این سن، میگن بالاخره جوانی نوجوانی کیه؟ میگن نوجوانی دوره ایست که با پایان کودکی آغاز میشود و با شروع جوانی پایان میپذیرد. خیلی رندانه است. برده دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، برده دل و جان من. بالاخره تک شما نمیدین چه خبر است، مرز ریاضی نداره. خب کودکی کی تمام میشه؟ علاوه بستگی به شرایط. حالا در سالهای دبستان که با پیشرفت در توانایی‌های ورزشی، فرآیندهای تفکر منطقی، مهارت سوادآموزی، درک خود، اصول اخلاقی، دوستی و عدالت در گروه همسال مشخص می‌شود، سر کار داریم. بسم الله. توانایی‌های ورزشی یعنی چی؟ مجموعه رشد قابل توجهی که اون اول همونجوری دنبال این می‌گشت که بگه رشد چه ابعادی داره. آها رشد ورزشی تابع چیه؟ رشد جسمانیه. اما تمام ورزش‌ها فقط با جسم سر کار دارن؟ یه سری ورزش‌ها ذهنیه، یه سریش کلامیه. هانیمانی مو هر کی به کل دست بزنه شاپره نیچش میزنه. یه مجموعه سری شما بازی کلامی داریم. الان یه بخشی از این که بچه‌ها رشد کلامشون مشکل داره اینه که اون بازی‌های قشنگ سنتی ما از بین رفته. حالا یه زمانی ما باید برای زندگی کشاورزی آماده می‌شدیم، برای کارهای بدنی بزرگ اون بازی‌های الگ‌دلگ داشت. الگ‌دلگ هم کجا میشه بازی کرد؟ اولا فضاشو نداریم، دوم هم که چه درد می‌خوره من یه قلدش بشم بزنمش، من باید اینجام قوی باشم نه اینجام. اما یه اما داره. یکی از دلایلی که بازی‌های سنتی از بین رفته و کم رنگ شده خیلی‌هاش به خاطر اینکه در بزرگسالی کاربرد نداره. اماش اینه که اون بازی‌هایی که هنوز در بزرگسالی کاربرد داره ادامه داره. عروسک بازی هنوز بازی محدود دختراست. چرا؟ با وجود اینکه ازدواج کم شده، بچه آوردن دیگه خیلی مثل قدیم طرفدار نداره، اما از زن‌ها زایمان، زایش، بالندگی و بچه می‌خوان. حالا عروسک‌ها تغییر کردن، اما ماهیت کلیش هم عروسک‌های باربی داری. جلو آفتاب رنگ پوست بدنش برنزه میشه، موش روش میکنه. نیدی؟ ببینید چیز عجیب غریبی عروسک‌های باربی داری. شما الان نسل جدیدی که کشور مسلمان توی تعداد میدونی دختر براش مثلا باربی ها لباس طراحی کرده. یادتون مادر طفل معصوم ساده با قوطی ریکا چیزای دیگه با کانوا عروسک درست میکرد. ماهیت همونه.
خب عروسک بازی از بین نرفتیم چون نگذاشت به قرار اون کارو کنیم. چرا بازی کامپیوتر اضافه شد؟ یه دیگه میگن آقا فاجعه شد. این کتاب ما یه بخش جواب دادیم. خیر. بچه یکی از فرضیات مهم بازی اینه آمادگی و تمرین برای بزرگسالی است. کتاب روش بازی من از کجا دیدم؟ در بزرگسالی من با اینترنت چیکار دارم؟ کارت سوخت اینترنت، ثبت احوال اینترنت، کارت بانکی اینترنت. خب معلومه این بچه از اولش اگر کار نکرده باشه دیدید در تعریف یونسکو چی گفته میشه؟ قدیم گفتم reading, writing و arithmetic. سه تا چیز باید داشته باشیم که باسوادی، خوندن، نوشتن، ریاضیات. الان دو تا چیز بهش اضافه شده. reading, writing, arithmetic, computer and at least one second language. کامپیوتر و یک زبان دوم. این دو تا چه اضافه شده؟ الان دیدید آدمایی که سواد کامپیوتر دارن چه حالتی دارن؟ برو یک کافی شاپی، شاپیکاپی جای پیدا کن بده اینا رو برات ثبت. بالاخره تو ثبت نام کردی به کنگل فولسانس یا نه همه کارات با اینه. پس بچه ها دارن کار درستی انجام میدن، منتها آموزش باید ببینن. مثل بیل گیتس که نمیذاره بچهش از نیم ساعت مداوم پای کامپیوتر بشینه. من هم اجازه نمیدم نوشتم، ولی من و شما برای اعتیاد به اینترنت مسئول نمیشه. اصلا کارمونه. چطور جلوشو میگیره؟ اجازه نمیده. خیلی با اقتدار و محکم کاری که من شما یادون رفته فکر می‌کنید که بچه رو همش باید ناز کرد. خیر ما بگولی مقبول نمیگیم، نمیگیم با تک بزن، ولی با اقتدار بمیسیم. خانم مدونا و بسیار از آدم مشهور دیگه این پول تو جیبه بچه هست. منطقه بسیار درست. برو اینترنت مصاحبه من با رادیو بخون. پول تو جیبی باید داد به بچه ها از سن پایین بسته به شرایطش. خرجای دیگه‌اش بکن. این پول مال توه. می‌تونی پس انداز کنی، نگهداری، فرهنگ پول یاد میگیره، بین خودش و برادر خواهرش بده بستون میکنن. حالا فلان وسیله رو میخوای برات بخرم، من تو اینقدر برات خرید میکنم، بقیهش رو خودت باید بگیرم. اینه یادش میده که فردا دختر رفته زندگی زن زندگی شد یاد بگیره. خب حالا همون خانم مدونا یه سخت داره برای پول دیجوری بچهش. مانه اولش زن بچه ها طولانی نیست دیگه، دیدید که حافظه شون ازه نمیده، زمان براشون مندازه من شما مفهوم نداره. اول روزانه باید بهش بدی، بعد هفتگیش کنی، بعد ماهیانه شونی. چرا ماهیانه؟ تعهدات زندگی ما ماهیانه است. اقساطمون، پول آب و برق، گاز و الی آخره. خب ولی بچه ابتدایی مفهوم عمیق یا پیشتابستانی از زمان رو نداره. پول تو جیبیه روزانه، حالا در حد خودش هفتگی برمونه. این ماله این ماهته. خب سر دو هفته تمام کرده، حالا چی؟ هیچی. پس انداز داره استفاده میکنی، اگر نه پیشخور نمیکنی. بیشتر میخواید باید کار انجام بدی. برو ماشین هم بشور، یه هفته آشغال خونه رو ببر. ما خراب کردیم و فکر میکنیم آره این یعنی این تربیت. یه جای اقتدار به قول بیون میگه که شرقی ها بودید ایرانی هستید بیشه گرید قشنگ دارم آمد یاد بگیریم. سحرخیزی، تن رو از خواب بلند کردن، ریاضت های خوب، تلاش، سخت، گوشی، پشتکار. جوانه که رو سوال میکنه آقا ببین ماکسیما داره؟ میگم بله من ماکسیماش رو میبینم، ولی ماهی سفیدش هم دیدی؟ میدونی وزایی اون چقدر زحمت کشیده، کار کرده، چند شب از خوابش زده، چند کلیم رو رفت آمد کرده، اون چیز دیگر رو بشته میگی؟ مجموعه اصلا با این کلمه اقتدارتون اصلا هیچ مشکلی ندارم، شاید خودم طرفدار سرسختش هم باشم، ولی این کلمه هم هستش اگه شما با بچه‌تون مهربون نباشید بغل دستیتون با بچه‌تون مهربون میشه. منظورم افراد توی جامعه هستن. بله بله. اینو کجا ما به کارش میبریم؟ میگیم که هیچ سوالی نباید داخل خانواده من باشه، حتی مسئله جنسی، حتی مسئله سیاسی، حتی مسئله سیاسی. خانواده باید بچه رو برای ابراز و ارائه هر گونه سوالی آزاد بذارن، در حد توان خودشون هم پاسخ بدن، بلد نبودن بگن مطالعه میکنیم یا بدمیگیم. این تو اونجاست، بچه سوال داره تو ذهنش و اگر شما بهش پاسخ ندی خب اون سوال تو ذهنش حتما نمیره، میره از یادم ناگاه یا مغرض میپرسه به شکل مشخص. حالا اجازه بده شما اگر یه ضابطه و چارچوب نذاری یه مشکل ما اینه که منفعل شدیم. برو شما من از اونایی که با موبایل مخالف بودم تا دبیرستان، خب به جز سر مسئله امنیتی خاص، ولی انقدر خانواده خراب کردن بله الان این بچه احساس توهین و احساس تحقیر رو نداشتن میکنه اگر دستش موبایل نباشه. اینجا سیستم آموزش رو کمک کن. خیر تا این سن تو نباید داشته باشی، کاربردش رو باید بلد باشه. چرا تا 18 سالگی یه گواهی نامه بهش نمیدیم و خیلی چیزای دیگه؟ اینم همان است، این مسئله ارتباطی است بله، ولی آیا ظرفیت و توان استفادهشون داره؟ بزرگسالی رو ندارن، طرف بلند بلند آقا تو متروی، تو اتوبوسی، تو جای عمومی،
ژاپنی هم میخندن به ما، اکثر موردشون سایلنته. بارها و بارها تو ژاپن زنگ زدن به پلیس، حالا بیاید اونجا دعوا شد، اومدن دن نه صحنه سلام علیکم صحنه خدافظی ایرانی هست. اصلا من همچنین میگن شما ایرانی هم نمیدید تا تعطیل میشه قابلمه غذاتون زیر بغلتونه، هر جا هم چمن سبز دید فرق نمیکنه در خونه مردم کجاست پرد میشی جوجه کباب شما نمیدونم قرب سبزی شما فلان همش مایه آید دیگر هم قشنگ ما رو میبینن. یه جایی ما منفعل شدیم، خراب کرده خوشت میاد بیاد بدت میاد بدت بیاد. من جزو اون تیپ سنتی هم که میگم چارچوبه هامونو باید حفظ کنیم در حد و قبول خودمون، منتها اون اقتدار بسیار مرز مشکلی داره با خیلی سوی دیگه. شما محبتتون نشون میدید، اقتدار رو عصبانه تر کنید، نه به هیچ وجه نه دختر خوبانه من به دیزه نمیدم. الان کلاس تمام میشه، شما میگم من مشاوره دارم، خیلی فوری میگم ببین من قرار گذاشتم زمین که اراده دارم خدمت شما بیاد، من رایگان مطلب خدمت یا نه جلسه و خدمت هم. الان فرصت ندارم، نیاز چقدر ملاحظه تو من اصلا وقت نمی کنم. این اون مرز بین اقتدار رو اصرار کرد چی بود؟ یه سیستمی داریم بهش میگن کاغذ خط خطی سر چهار را بچه ها رو دیدید به فروشنده ها رو چجوری بهت اصرار میکنن؟ من این میخوام بهت بفروشم، باید بخریش میخرید؟ چی خریدی کنم؟ به درد بخورم ها ارزون میدم بشا یه پاسخ تکرار میکنم خیر نیاز ندارم ممنون، نیاز ندارم ممنون، خب نیاز ندارم ممنونم. اگر شما اون تشویق و تنبیه اون رفتار رو قشنگ انجام بدی اون دیگه بعد از مدت میفهمه، ولی اولین نفری که تونست جنس رو شما بروشه، اولین دانش آموزی که تونست اقتدار بشکنه بقیه هم میشکنه، خشت اول دیگه بقیهش خراب شد. کاغذ خط خطی تکرار همون موزه، ما بارها و بارها میگیم ببینید بالاترین نظام خلقت نظام خلقت الهیه، خداوند بهشتی داره و جهنمی، فمن مثقال ذره خیر نمیاره و عمر شر اگر درسته شما کوچکترین کاری به اندازه سر سوزن ارزن کار خوب کنید بهش کار رو بکنید جهنم. قشنگ سیستمی که در روانشناسی ما به اسم تقویت و تنبیه میشناسیمش، روشنه؟ در مهد کودک ها در سطوح بالا ما میتونیم کار بکنیم و میکنیم، یه جدول میکشی بچه ذهنش نمیکشه ماهیانه هفتگی، اول روزانه باش حساب میکنی، روزانه طبق این جدول باش حساب میکنی. ستاره طلایی معنای مثبت داره، ستاره قرمز معنای منفی داره. خب تعریف عملیاتی میدی از رفتاری که میخوای، تو باید بچه خوبی باشی. ببخشید تو باید بچه خوب باشی چی؟ میگن پادشاهی به برادرزادش گفت برو بهترین مردم این سرزمین رو بردار برای من بیار، رفت یه سال گشت اومد گفت اعلی حضرت ببخشید من نتونستم پیدا کنم بهترین مردم این سرزمین کیه. گفت تو خیلی ابله و نادانی، بهترین مردم این سرزمین نیکترین مردم این سرزمینه، برو بردار بیارش. ضمناً چون نتونستی پیدا کنی یه دستشو قطع کنید، رفت یه سال گشت اومد گفت باز من نفهمیدم نیکترینشون کیه. گفت خیلی نادانی، یه پاشم قطع کنید، بهترین مردم این سرزمین نیکترین مردم این سرزمینه، نیکترین مردم این سرزمین خوبترین مردم این سرزمین، برو بردو بیارش. تای داستان نتیجه گیری میکنی میگه نفهم دنبال چی میگری تصفات از دست میدی. این کلمه چه مشکلی دارن؟ شما معلمی فعل رفتاری نیستن، کلی هم غیر رفتاری هم. تو باید بچه خوبی باشی، تو باید زن خوبی باشی. ببخشید زن خوب یعنی کی؟ پسر خوب یعنی کی؟ یکی یکی خوردش میکنه به فعل رفتاری. بچه خوب از درک میاد وسایلش رو میذاره سر جاش، شما مسیر اومدن منزل بچه رو تغییر کنید، کل پشتی و کیفش هم در افتاده، همینجوری تیکه تیکه لباسش هم در افتاده، مسیر رفتش رو میتونی ببینید. یکی یکی رفتارها رو شکل میدی. روزای اول که دست اندازا تازه سبز کرد کشور ما مردم نمیشناختن، تون میرفتیم، چه اتفاق افتاد؟ کمک فنر شکست، سرمون خورد به سخت، تکون خوردیم، بعد از اون یاد گرفتیم به مسی که دست انداز میرسه آروم میریم، چراغ گردون آبی پلیسونی خلاف هم نکرده بگی یواش میریم، شرطی شدیم باره کلا، همون اصول شرطی دیگه. بهترین خوبترین ایده نه، یک فعل رفتاری مشخص میکنی، یکی یکی درستش میکنی از عمده به کوچی. هر وقت وسایل تو سر جاش گذاشتی در اون روز یک ستاره طلایی بهت میدم، نه قرمز میزنم. حالا بسته به اینکه بچه در چه سن و سالیه، میگی روزانه یا هفتگی با جمع میزنم. اگر تعداد ستاره طلایی بیشتر بود تشویق، اگر نه تنبیه. حالا تشویق و تنبیه به چه شکل؟ این مشکلی که ما استفاده میکنیم اینه، تشویق یعنی عبارت هست از هر عاملی که باعث افزایش رفتار میشه. احسنت، آفرین،
امتحان خوب میده 20 اینا مثبت رو هم غلطی منفی یعنی چی هر عاملی که باعث کاهش رفتار میشه درس نخوندن تنبلی خوب کردن صفر حالا تنبیه رو خیلی ها چی میبینن فقط کتک زدن میبینن نه یکی از روش های تنبیه گرفتن چیزا رو مثبت بچه هست بگوش کن حذف این عامل رو خوشم چون مشقاتو ننوشتی نمیذارم تلویزیون تماشا کنم یکی از روش های تشویق میشه حذف عوامل منفی آها چون این جلسه خوب درس رو جواب دادی غیبت جلسه قبلتو ندیده میگیرن حتی یکم اصفهانیه دیگه از بدهیاش میبخشی من هیچ وقت این چهار ساله بچه‌هام کتک نزدم ابدا کتک فیزیک نداشتم آما داشتیم آها اون کاری که گفتم انجام دادی باش سنگم از آسمون میبرده بردمش پاتیناژ بردمش اسکی بردمش هر چیزی که میخواست سینما ولی اون روزی که نه این هفته بیرون نمیام این هفته دو شرط سوالی نمیکنم خب یه چیز مثبت ازش گرفتم به مادر گفتیم هر وقت مشقاشو ننوشت نذار تلویزیون تماشا کنه باشه هفته بعد من آقا این چیزای شما کتابی به درد ما نمیخوره گفتیم چی شد گفت هیچی نذاشتیم تلویزیون تماشا کنه شروع کرد گریه کردن خودش رو زدن تا دیدی داد مادر بزرگم گفت سرمون برد نخواستیم بس تلویزیون تماشا کنه چه اتفاقی افتاده اون بچه اینا رو شرطی کرده دیدی بار اول تا حدی که به خودش و دیگران آسیب نزنه شما جلوگیری میکنید یه تنبیه مسخره بود چند سال پیش از معلمات گرفتم بچه تا شیطنت میکردن کلاس مینداختنش بیرون این از خداش بود که بره بیرون این از خداش بود که بنزنش بیرون بره تو حیاط بازی کنه یعنی چیزی که ما فکر میکنیم تنبیه برای اون تشویق بود اینا رو رعایت کردیم ما به رفتار حیوانات شکل میدیم به رفتار انسان ها میتونیم شکل بدیم شما دیر میری سر کار از وقت کم میکنن کارتو خوب انجام بدید ارزشیابی خوب نیست از وقت کم میکنن درست اگر عمل خوب کنن خیلی قشنگ میشه در مقابل معلم نمونه میشی با سواد داری کتاب داری مقاله داری تشویقت میکنن باید این باشه تشویق هم تشویق خوبی نیست الان بنده نزدیک به 70 جلد کتاب دارم نزدیک به 40 تا مقاله دارم 22 سال سابقه تدریس دارم بالای 500 تا کارگاه برگزار کردم بعضی همکارا میگن خب ببخشید فرق با ما چیه راست میگن نظام تشویق نظام خوبی نیست یا مثلا یه سالی اومدن کوپن گذاشتن ما هر مقاله ای که می‌نویسیم بسته به اسم 300 تومن 500 تومن پای سایش تا یه میلیون من پول می‌گیریم اومدن گفتن شما سال دو بار می‌تونی داشته باشی یکی از آدمایی که خنزیر ما بودیم گفتیم ببخشید برای علمم شما کوپن تعیین می‌کنید اومدی و من شب روز اصلا خواب نداشتم دلم می‌خواست 5 شده داشته باشم نه شما تا این حد می‌تونی تلاش کنی با سواد باشی اینا خراب می‌کنه در نمونه مثال دیگه که براتون بذارم بیمه گفتن اگر شما تصادف نداشته باشی گفتن اگر بیمه تصادف نداشته باشید بخشودگی به دوندن 10% 20% پیشنهاد اومد که بعد از 5 سال رایگان شد یکی دو سال اجراش کردن دیگه نکردن من آدم میشناختم تصادف کرد و مقصرم بود از جیب خودش پول میداد که کوپنش از بین نره که چه اتفاقی میفته که بتونه از بخشودگی استفاده کنه ولی یکی از کسایی که شفاسرش کلان رفته من بیمه شخص سالش چون اجباره انجام دادم هیچ وقت بیمه بدنه نکردم بیمه چرا؟ چون خوب رو اندگی میکنم من به کسی نمیزنم در 99% موارد دیگران به من زدن و مقصرم اونا باید جریمه بدن من خوب رو اندگی خودم کنترل میکنم میری بیمه استفاده نکنی بهتره تخفیفه خوبه ببخشید با چه درد میخوره؟ این چه تخفیفیه؟ روشنه؟ ما خوب اجراش نمیکنیم اینجا رو نگاه کن اینجا رو نگاه استاد ببخشید شما میگید که بیمه بدنه نکنیم که خودمون عادت بدیم به خوب رانندگی کردن؟ نه به خاطر اینکه بیمه بدنه هامون بیمه های خوبی نیست بیمهش بیمه خوبی نیست یعنی من رو تشویق نمی کنه که کار انجام بدم اینجا بیمه کنیم我想
داشته احتمالا شاید الان شما فتوشاپی جو نمیشید شاید اصلا یه آدم... چک بزنم خودشه چه جو من نه اصلا دلن شدی اما ما این قرار دوستانم گفتش حافظش واقعا کوتاه من خودم در مصرح نرو با خودم شرطی میکنم این کارا شده برای شما خیلی عجیبه شما آخر کارا میبینید خیلی سویت خوب را میره برای ماهی ما شرطی شدن ماهی رو دیدم اون ماهی برای خیلیمون رو یه مدتی گذشته بود اینجوری دست نون میگفتیم براش میخورد بعد یه مدت فهمیده بود که هر وقت دست میاد بالا موقع نون میامد روی آبالو توی آبالو دیام هم بعد همینجور میکردیم توی آبالو دیام هم توی آبالو دیام هم همینه شما فرق از قضا بودن یک کم ضرور بزنی با آقای کاری ماهی جمع میشن نمونه های این انسانی چه گفتن ببخشید شما شرطی نشدید خانم آخر مرش خیلی زنید موقع گرفتن حاجا با چایی دارم خدمت شما جراب خود رو آقا مشکل نداریم دانشجو آخرت هم خیلی مهرم میشه آقا چه جمع میشه دیگه مدرم خیلی بدیم آخر هم بابا این همه اصول شرطیه همون مثال که بهتون گفتم دست انداز ما منطبه اون بر میخوره به عنوان انسان که ما رو شرطی کردم آره ما رو شرطی کردم دانشجو شما دیگه همکاری ما هیچ کاری نداریم جرأت میکنم بعد از من کلاس میام میتونم بیام تابلو باید پاک کنم خیلی که دیگه دیدیم کار به تیکشیدن هم میرسه نمیام معمولا دیگه خب به خاطر که تنبیهشون میکنم دیر اومدن مجازات داره بی نظمی کردن ما اصول رو رعایت نمی کنیم بعد میگیم آقا چرا جواب نمیده به خاطر که تشویق و تنبیه ها مناسب نیست یا کامل اجراش نمی کنیم اینا شدنی بود شما زبان همسر با حیوانات زبان رفتاریشون غذا و گرسنگیشون ماهی یا دلفین وقتی میخوان غذا بخورن باید سرشون از آب بیارن بیرون شما یه ماهی بشونید اینجوری میاد میخوره کم کم نه یک روز یک ساعت حوصله میخواد یکی از سخت‌ترین کارها رو شما دارید انجام میدید سخت‌ترین کار چیه؟ معماری انسانی شکل دادن به آدم‌ها اون خیلی کار سختی است ماهی رو کم کم به مرور طی چندین هفته و ماه بالاتر قرار میدی این هی میپره میخوره کار به جایی میرسه ماهی انقدر بلنده این نمیتونه اینجوری بگیرتش مجبوره چه بکنه؟ میره دورخیز میکنه یه قوسی رو طی میکنه تا بتونه ماهی رو بگیره انقدر ماهی رو میذاری بالا که اون قوسی که اون توان داره بپره دقیقا از داخل یه حلقه بگذره اون صحنه‌ای که دیگه در سیرکای جدید نشون شما نمیدم و اصول شرطی پشت صحنه اینه ماهی رو آویزون میکنن تو حلقه باید بپر بگیرتش خب این شرطی شده حالا جلوی من تو حلقه رو رد میکنن اون زیر بهش ماهی آورید روشن بدتر از اینش هم دارید خیلی نمونه‌های جایی دارید در انسان هم همینه کاملا طبیعی دو تا چهار تاست هر رفتاری که تشویقش ادامهش میدی هر رفتاری که تنبیهش ادامهش میدی اما در مورد انسان ها تقویت و تنبیه ها خیلی پیچیده است خیلی خیلی پیچیده است ببخشید یه کاغذ بهت میدن خانم فلانی آقای فلانی به موجب یک حکم به خاطر اینکه در فلان ورزش در فلان تدریس و الاخر شما خیلی موفق شدی این لوح به شما تقدیم شد اون کاغذ به درد میخوره میشه خوردهش میشه نوشیدهش بقال سر کوچه قبولش میکنه نه اما شما خیلی براش تلاش میکنید ارزش معنوی و اجتماعی داره خب اصول شرطی به شما میگه که شما باید از جون خودت محافظت کنی الان من به سمت هر کدوم رو پرت کنم بدون اینکه خودت بخوای دستت میاد جلو یه چیزی داری به نام صیانت از نفس از خودت دفاع میکنی جون انسان خیلی مهمه کسانی که به خاطر عقاید و ارزش هاشون جون خودشون از دست میدن چی چرا این از جون خودشون محافظت میکنن یه تقویت خیلی بالاتر میخوام میگیرن خب وقتی به فقیر کمک میکنی یه کار خوب انجام میدی کجای وجودت حس خوبی داره این حالت ها برات پیش اومده برعکسش که حتما یه جایی که یه نفر آزردی یه جایی که دروغ گفتی کار بد کردی درونت حس بدی داری از خودت بدت میاد کجاست اینا تقریبا تنبیه انسانی یکم پیچیده است باید بشناسیمش ولی با زبان کودک اینو میگم
رفتار درمانی شما باید بهش بگید. رفتار درمانی بهش یاد میدید. در سنهای بزرگتر رفتارهاش از منظم بودن پیچیده تره. شما بهش یاد میدید. دختر و پسر رو نفست رو وقتی آلوده میکنی، وقتی دوچار مشکل میشی، توی ترازو که میذاری، بهایی که پرداخت میکنی به لحاظ روانی و علاقه خیلی بیشتر از ایناست. خب آزار میبینی. منطقه شرط کلی جامعه باید کمک کنه. درون خانواده نمیتونه یه چیزی تشویق بشه، درون مدرسه یه چیز دیگری. هر رفتاری که میخوای عینیت بهش میبخشی، با تشویق و تنبیه جاش میذاری. خب منطقه این کارا حوصله میخواد. هفته زبط میشه ولی یک اسراری رو لو میدادم اصلا ببینن نمیدونم. نه بهشون گفتن زبط کن، زبط نکردم. من باید باید این سوال من جوری میگم که 23 هم میتونم پخش کنم گروهتن، نگران نیستم. خب دیگه چی داریم؟ فرایندهای تفکر منطقی دو دو تا چهار تا ها. اون چیزهایی که باعث موفقیت آکادمی که ما میشه، مهارت کلامی، زبان آموزی، اعمال ریاضی رو انجام دادن، کار درست انجام دادن، مهارت زبان آموزی، خوندن، نوشتن، بچه دنیاش خیلی وسیع میشه. دیدید بچه ها چقدر داستان علاقه دارن؟ حتی تو اون سنه که زیادشون کتاب رو میره باسته بگه برام بخون. من جالب ازت میخواد بارها بخونیم دیگه، حوصله‌ام سر میره. چند بار این فیلم رو میبینیم، شیرشاه، باب اسفنجی، بعد لباسی که دیگه کهنه شده، داستان رو تکرار برای بچه لذت بخشه. عین مادری که هی قاشق میده دست بچه، قاشق رو طلاق میندازه دوباره بچه، دوباره مادر محترم اونم خاطر آزادی براش بازیه. هواپیما بازی همه مادرهای همه جای دنیا انجام میدن. ببین هواپیما میخواد فرود بیاد، درم تو واکن. همه مادرهای دنیا بیچاره مجبورن خلبان شن، آتش نشان بشن، دکتر بشن و الاخر که بچهشون غذا بخوره. اینا طبیعی است. برای من و توی کردم رفت دادم به دبیرستانی که پیر دختری رو کرده بودن مدیرش، خیلی هم سختی رو مثلا نظر خودش که می گفت دادن نه بچه مسلمانی رو باشن سن. آقا دیدی نسل جدید چقدر پرخاشگر و پررو شدن، اصلا از شاپ رفته بین در رو باشون صحبت میکنن. گفت من عادی دارم گوش میکنم. گفتم خانم تو باید سر چهار ها پیر زن پیر مرد ها منتظر همشن، پیر مرد ها آسیب کتا بکشن بازو بندازن بیرون، پیر زن ها ظرف ها بیزون کنن. این خاص سنه، تو این سن و شرایط باید به شکل خود نمایی کنند آموزش داد. بعد این شر و شلوغی حالتی که ببینی یه بوده شده، یه بوده دیگه شده دیگه من شما پیر شدیم حسنم کم شده. اصلا ماهیت جوانی اکثرا بزرگتره میگن این همه جون رو نشه کجا میرن اینا، من دارم میخواهی نمیرم و این بچه از دیوار راست خود بیده بالا. اون خصلتشه، اون سن باید دنیا رو میخواد تجربه کنه. اریک برن میگه که ما انسان ها دانشمند و دانا به دنیا میان. این تمدن و تعلیم و تربیت که از ما قورباغه درست میکنه. بچه ها دیدیم مرتب سوال میکنن این چرا اونجوریه، اون چرا اونجوریه، اون چرا. بعد ما بزرگترش چه جواب میدیم؟ حوصله نداریم، سواد نداریم، منکوش میکنیم. و هی سلسله وار میخواد سوال کنه، دانشمنده، این چرا اونجوریه، اون چرا اونجوریه. ببخشید میاد به سر شما میرسه، میگیم any question any comment. بی‌انگیزه هست. این همون بچه کوچیکی هست که خفت میکرد از سوال کردن. میاد تو دانشگاه این دیوار این صندلی میشینه. چون تجربه زندگی بهش یاد داده. زبان سر سر سبز میدهد بر با افکارتون نشون نده، احساساتون نشون نده. کسی به یک زرد میکاله درسته مخیطن. ما خراب میکنیم تو تعلیم تربیت. به جای اینکه شما مرتب شروع کنید به سوال کردن، از بچه ها خواستی سوال بپرسن؟ معرفه گفتم بهتون. بچه که از پنجم ابتدایی پرسیده چرا زنبور اصل اصلی که خودش میچسب درست میکنه نمیچسبه؟ سوال دیگه خیلی افکار روشن میدارن. بذارید سوال کنم، هوشمندی هاشون نشون میدن. خودت ماکت درست کن، همه کارا رو کن، اونا هم نشستن یه ظرفه خالی که تو میخوای پرشون کنی. خیر، ما قرار نیست کتاب خونی سیار تربیت کنیم. این مشکل ما از شما شروع میشه تا دانشگاه. خوبه بشه من شما اون قرار از من شما جلو بره. این همه کتاب درست کنه خوبه. قدرت تفکر باید بهش یاد بدی. اون در دوران زندگی خواهد کرد که من اصلا تصورش هم نمی‌کنی. یه آدمی رو که 30 سال پیش مرده رو هم زنده کنیم بیاریم تکنولوژی الانش نشون بدیم، دوباره سکته می‌کنه می‌میره. قدیم گفتن آقا شما می‌تونید افکار همه چیز رو، اصلا بلوتوث از کجا اومد؟ اسم پادشاه یونانی که عشقش بوده که بتونه افکار منتقل کنه و الی آخر. سین نداره.
یه آدمی که 30 سال پیش مرده میتونه اینو بفهمتش الان دردش کنه؟ نمیتونه بفهمتش. از این برو جلوتر، یه من فقط گوشی نیست، تلفن شده، رادیو، تلویزیون و جالبه همین الان داره جمع میشه توی یه چیز، همه چیزته، حرف باش بزن، تایپ بزن، بکن و و و و و جالبه که بزنه پیشرفت خیلی از این بالاتره. اون لغتی که براتون نوشتم رفتی دنبالش؟ سینگولاریتی؟ سینگولاریتی یعنی چی؟ نه نمیشتم با همین واژه توی اینترنت سرچش کنیم سینگولاریتی. میخوای معلم یه تربیتی فعال و محبوب باشی؟ کنجکاوی ایجاد کن برای بچه ها، سوال ایجاد کن کاملا واقعیه و پیشنهاد میکنم وقتی رفتید از اون مصاحبه رادیوی آقای مهندس تقوی شدید، یه پادکسته، این مصاحبه یه ساعت هست، کل قضیه رو میگه که پیشرفت فناوری ما رو داره به کجا میبره. همش هم واقعی مستند، اما هیچ داستانگوی تخیل نیست. وحشت میکنی از این همه پیشرفت و آینده که خیلی نزدیکه. 2028 الان 2015 یعنی چند سال دیگه؟ 5 و اونم 8 هست. 28 13 12 13 سال دیگه. در مورد سرطان، در مورد یادگیری هامون، در مورد سرعت انتقال و و و و و همین سر چشمونه چه خبره؟ در بین اون چیزایی که سرچ می‌کنی یه مصاحبه رادیو هست با یه کسی به نام مهندس تقوی، یه پادکست. پادکست یه مصاحبه رادیویی. همون رو گوشش کنه که دوستا دستگیر باشه. خب درک خود بچه‌ها کم کم از اون لحظه که میگن مال خود درک بده من مامان من بابای من بین تفاوت متوجه تفاوت بین خودشون و چیزای دیگه میشن. حالا این مفهوم خود رو گسترش داد. این خود کیه؟ چه افکاری داری؟ چه ایده‌آلهایی داری؟ کم کمک تفاوت بین خودش با جهان پیرامونش رو شروع کنه به شکل دادن یاد گرفتن. اصول اخلاقی کم کم چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه بکنیم خوب باشیم، پسر خوب کیه، چه ویژگی داره، پسر بد چه ویژگی داره، حجاب، جشن تکلیف و و و شما در کنارش خیلی چیزای ارزشی جامعه رو میگید. ضمناً یک فرصت بسیار طلایی شما دارید، امیدوارم خوب استفاده کنید. پدر و مادر و معلم اولین کسی هستند که وقتی سوالی در ذهن بچه‌ها ایجاد میشه من ازش بپرسن. از این گارد باز و از این پنجره استفاده کن. ضمن اینکه جوابش میدی اصول و ارزش‌های خودت هم ابراز کن. با اینکه گفتی شیشه یعنی چی؟ این با این شیشه چه فرق داره؟ چه ماده مقدره؟ چی کار میکنه؟ میگی اینه 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 این مزرعه تو داره؟ ضمن ما شیشه مصرف نمیکنیم. این الکلی که میگن جوان تو نارمک غم کشید داده یعنی چی؟ میگی اینه 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 زمین ما در فرهنگمون و در جامعه هم مشروب اصلا نمی کنیم. شما ارزش های خودت رو هم در قلوم وزیر و بچه ها یاد بود. دوستی و عضویت در گروه همسالان کم کم مهم میشه. همسن و سالها نقشی بزرگتر پیدا میکنن، یعنی اول نهاد خانواده است، بعد میان توی تعلیم تربیت. اون بچه هایی که در قالب هم کلاسی و هم بازی و هم محل پیدا میکنن گاهی بدار این دوستی ها تا آخر عمر دار پیدا میکنن. بچه ها برشون خیلی مهمه و یکی از اون مشکلات همینه، خودافشاگریشون زیاده. همه اسرار خودشون رو یکی دیگه میگن، اون چند دقیقه دیگه باش قرار میکنن، شروع میکنن این رو لو دادن، اعتماد کنن به آدم ها، اعتماد نکنن، خیلی براشون اوضاع احوال عجیب غریبی وجود میاد. حالا جلوتر باز و بیشتر اینجا شرح شما با هم میگید 19 سال کار دادید دیگه بعدش من. حالا اونه ممکنه در حقیقت موارد زودرس هم داشته باشید، کم کمک بچه ها میرن به سمت سویی که برن به سمت نوجوانی. حالا اون چیزی که مرز رو مشخص میکنه یکی از علائم مرز بلوغ جنسیه، بهش میگن پاورتی یا پیورتی، به معنای اینکه یه تغییراتی به وجود میاد که از درون این پسر بچه یک مرد کم کم سر میاره بیرون، از درون وجود دختر نازک نارنجی ریزه یک زن میاد بیرون. خب بلوغ جنسی و پختگی جنسی انجام تفکر انتزاعی و آرمانی میشه. بچه ها میتونن قبلا همه چیز رو باید عینی به بچه نشون بدیم، اما میخوای عدد بگی چیکار میکنیم؟ اعداد و بحث‌های ریاضی کلا انتزاعی هستند دیگه، مسائل اخلاقی، مسائل فکری و فلسفی همه به نوعی انتزاعی هستند، مفاهیم مثل عدالت، آزادی، فلان. شما 5 تا چیزی که میشناسن رو نشون میدی، 3 تا پرتقال عینی. خب کم کمک به جایی میرسه که بدون اینکه ما به ازای فیزیکی وجود داشته باشه شروع میکنه به فکر کردن
و پای ذهنش به جایی میرسه میتونه تو گذشته تاریخ بره، میتونه تو آینده هم بره. صبر کن بچه‌ها، اگر قد ما انسان ها حداقل 5 متر مربع میشد، اون وقت چه اتفاقاتی میافتاد، چه تغییراتی در زندگی داشتیم؟ اصلا بچه میتونه 5 متر مربع باشه؟ 5 متر چه اتفاقاتی؟ خونه ها بزرگتر میشد، ماشین ها بزرگتر میشد، حیوان های بزرگ در نظر ما خیلی میشدن. خب بچه ها اگر حد اکثر قد انسان ها میشد 30 سانتی متر حد اکثرش، بعد چه اتفاق میفتاد؟ گربه شیر نر به نظر میومد و و و و و میتونه آدم تصور کنه به شکل انتزاعی دیگه. آرمانی میشه، پیشرفت تحصیلی برای بچه ها جدیتر میشه، رقابت های تحصیلی، نمره، اینکه محبوب معلمش باشه براش جالبه، تعریف ارزش ها و تعیین هدف های شخصی و مستقل شدن از خانواده براشون مهمه. دیدی میخوان اتاق جدا داشته باشن، یه جایی برای خودشون داشته باشن، احساس مالکیت براشون وجود میاد. حالا اون چیزی که برای شما کاربرد است این قسمت، بلوغ زودرس. در سالهای اخیر تعداد زیادی پیدا شدن که در مدارس ابتدایی الان بلوغ براشون دیده شده در همه جای دنیا جمله ایران. خب علت چند تا علت برای شما میبرم. ورزش کردن یکی علتشه، یعنی تحرک جسمانی. دو، غذاهای حاضری و فست فود. خب دو مباحث همون فرهنگی تربیتی علاقه که بچه ها رو دیدی؟ دختر بچه ها رو بیان سر وقت لوازم آرایش مادره همانند سازه کامانند کیفیش رو برمیدارن به اینا دقت شوندن، تمایل به زودتر بزرگ شدن. هر چقدر شما بچه رو در فشار میذاری و محدودیت میبینه، هی دلش میخواد بزرگتر شد. من که میتونم کنم هر وقت بزرگ شده، هر وقت بزرگ شدی بچه برای که رو دیدی به بهانه این مادر پدر رو باداشت رو قضا کن، قضا بخور تا بزرگ شید تا بعد بتونی مثلا این کار رو انجام بدی. حالا بچه ها بلوغ زودرس رو دوست دارن، دیررس یا به موقع؟ بلوغ به موقع رو دوست دارن. بلوغ زودرس برای دخترها اصلا خوشایند نیست، انگ میخورن، این فعالیت جنسی زود هنگام داره، این شیطنت داره الاخر. بلوغ جنسی زودرس برای بعضی پسرها جالبه، قد و قواره بلند میشه فلان الاخر، به عنوان لیدر میشن، اما داره اماش اینه که یه توقعاتی ازش دارن که نمیتونه از اختش برده، برو بابا فقط لنگش دراز شده، حالا بچه گرفته میشه، ظاهرش بزرگ شده بدون اینکه چیزای دیگه‌اش روش کرده باشه، این آزارش میده. بلوغ دیررس هم بچه هست، هنوز دهنش بوی شیر میده، بزرگ نشده. بلوغ به موقع رو بچه ها هر دو گروه ترجیح میدن. فست فود، غذای حاضری، اینا رو از کم نگید، از اون مصیبت های جدید. خب حالا داریم به نگاه کلی به فرآیند رشد میکنیم، برمیگردیم به سن بچه های شما. در جوانی یعنی 18 20 سالگی تا 40 45 سالگی اغلب بچه‌ها، اگر البته باز میگم بسام قدیمی است، الان ما 30 40 سال هم داریم خونه رو ترک میکنن، درس میخونن، خونه رو ترک کردن، تحصیلات اگر درست پیش رفته باشن 18 20 سالگی برو به سمت مثلا حالا دیپلم، یه سال کنکور 4 5 سال لیسانس، 24 5 سال، حالا اگر فرصت سربازی باشه توی مرز 27 8 30 سالگی دیگه بچه‌ها آماده کارن. حالا شرایط جامعه نرمال نیست که شما میان چند تا مثلا جوان بیکار توی خونه و تقریبا کار شروع میکنه. اگر شما مسائل اساسیشون یافتن شغل، شغل متاسفانه بعضی فقط فکر میکنن یعنی پول. همین شغل، من دقیقا آخر هفته برای مدیران مراکز خصوصی کاریابی خارج از کشور کلاس دارم، همیشه هم اینو بهشون میگم و گوش زد میکنم دیگران، شغل خیلی خیلی مهمتر از پوله، خیلی مهمتر. خانم از ساعت چند میای سر کار تا ساعت چند؟ از 6 میومد خونه بیرون. خب وقتی میرسم خونه 7 شب. یعنی به نوعی از این وقت بخوایی تا بلندشی از 5:30 گرفتاری تا همون بلندشیش 12 ساعت. شغل یعنی پر شدن مناسب وقت. یه ضرب المثل معروف انگلیسیه که میگه The devil make work for the idle hands. شیطون برای دستای بیکار کار پیدا میکنه. برید تو دادگاه، برید تو پاسگاه، کیا میشن؟ مجرد و بیکار هم. من شما اصلا فرصت داریم کار خلاص کنیم؟ وقتش هم نمیدیم. نداریم خودم. من وقت پیدا کنم یا مریض میشم یا میخوابم میمیرم. من دارم. امروز از این کلاس شما رو دست بدم. وسط اتوبان بودم تپ 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 تو ترافیک خاموش شد، ماشین روشن نمیشه. خودش دودم بودم کنار تا امداد بیاد، ساعت حدود مثلا 12:30 بود. این ور ببینیم، اون ور ببینیم، پمپ بنزینش سوخت. حالا تغییر بدن و نمیدونم مجموعه شدش گرفتاری ما هم. خب آدم بیکار خیلی در معرض خیلی سال وقت به شکل مناسب برمیشه.
چند نفر رو در اثر اشتغالت میشناسی که اگر این شغل نداشتی امروز داشتن پیدا نمیکردی در محیط کاری؟ آ شغل یعنی ارتباطات اجتماعی. ما چند جا برای انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم برای ازدواج؟ سه به شکل سنتی. محل زندگی، در خونه و همسایه و فامیل، دو محل تحصیل، سه محل کار. شغل ارتباطات اجتماعی. وقتی می‌بینیم خدا نکرده سال بعد مادشوی محترم از من شما چی می‌بینیم؟ این زن، این مرد، این پیر جوان لاغر همین. شغل این لباس می‌مونه. شغل به انسان‌ها هویت میده. وقتی میگی من معلمم، فرهنگیم، معلومه با چه قشی سر و کار داری، چه میزان درآمد داری، کی بلند میشی، کی میخوابی، تکلیفت مشخصه. میگن فلانی عزب و قویه یا روزه، همه اینا تعریف اینه که تکلیفش با خودش مانه. ساعت چند خواب بلند میشی؟ چون مجبوری ساعت خواب بلند میشی، ساعت خاص بلند میشی، مجبوری ساعت خاصی بخوابی، یه کاری انجام میدی، هویت بمونه. باز بگیم شغل به استقلال میده، خودمختاری میده. چقدر حقوق میگیری؟ هر چقدر میگیری من 5 برابرش میدم. برو بشین خونه قیافت واضح شد 10 برابر. آخیش 6 ماه، 1 ماه، 2 هفته دیوونه میشی. به سر و زخم تو شک میگیری. شغل با جوهری انسان ها سرکار داره. چرا آدم ها از شغل ها نارتن؟ چون شغل ها متناسب با ویژگی های شخصیتیشون نیست. چون شغل ها اون درآمد و امکانات که باید ایجاد میکنه بگردن انسان ها بیکارش هستن دیوونه و مریضشون کنه. بسیاری از بازنشسته ها از این وقتی سکته میکنن بیکاری آزارشون میده و و و الاخر. اینه که وقتی میگیم شغل خیلی مهمتر از فقط پوله. خب برقراری ارتباط صحیح با دیگران به ویژه با کی؟ اون کسی که دائم با تو زندگی میکنه صمیمی‌ترین دوستت خواهد بود. اگر تو انتخاب کرده باشی اون ارتباط رو نتونن برقرار کنن جدا میدن. تشکیل زندگی زناشویی، بعد فرزند آوری، ایجاد سبکای زندگی. یه سوال کنیم ببینم شاید این کتاب تو دخل نصیب کسی شد. اونایی که دیر اومدن اون کتاب اون امروز از زیر چاپ اومد بیرون، فروشی هم نیست. یه سوال بکنیم ببینیم کی جواب میده. اگه جواب دادی شاید بهتون بده. اون کلامی که گفتی چی بود؟ کدوم کلامی؟ سخت برای همش ایجاد گوشی برپر از گوش انسان. چی؟ از طریق فناوری. میگه به ایجاد گوشی برپر از گوش انسان از طریق فناوری اصلاح میشه. اینا بحث های ظاهرش خیلی مهمتره. بله میگن گوش مصنوعی کنم. برو بالا بیا برو نگاه کن. این نه حتما مصاحبه بدی گوش. ساندویچ جنریشن یا نسل ساندویچ چه نسلیه؟ نسل ساندویچ من بگم از چه سالی شروع شده یا اینکه تعریف کنم؟ نسل سوخته. نسل ساندویچ بهش میگن ساندویچ جنریشن. منظور از نسل ساندویچ چیه؟ مثلا پنج دقیقه وقت بدید غذای فست فود بشه. آه پنج دقیقه وقت بدم بریم اینترنت مثلا یعنی اطلاعات مینبند انقدر اطلاعاتی اون وقت دلت خوش کنی خیلی سواد بگیرید با تلگرام و وایبر مزاحمت نه خیر نسل ساندویچ یه تعدادی از انسان ها که توی مرز سنی 45 سال هم بین دو تا نسل گیر کردن ساندویچ نگاه من کن دست من رو این حالت این حالت اینه که وسط قرار گیر میشه ساندویچ. از یه طرف باید با بچه و نوجوان خودشون سر کله بزنن، از یه طرف مراقب پدر مادر پیرشون باشن. دوره اواخر جوانی میان سالی بهش میگن نسل ساندویچ. بین بچه های کودک و نوجوان خودشون و پدر مادرهای پیر خودشون گیرن. از یه طرف آه به اینا برسن، ضعف و دست و پا و بیماری، از یه طرف بازی و تفریح. بچه منو دارن چپ و راست میگه شهربازی، اون یکی میگه یه جه آروم بودش ما گردار چم فشار کنم به فکری بادش کن نهنگ نخورم. بین این دو تا نسل گیر میکنم، بین اون یه نسل ساندویچ. خب جواب ندادید فعلا همون آقای سری بعد. اواسط بزرگسالی یا میانسالی 40 تا 60-65 سالگی چی؟ سنی که الان من بشنسیدم در اوج مشاغل خودشونن، موقعیت های رهبری و مدیریت کسب میکنن. باید به فرق در جامعه تالی نرمال طلبکار نشه چرا اینجوری نیست به فرزنداشون کمک میکنن که زندگی مستقلی داشته باشن و به والدینشون کمک میکنن تا با پیگی سازگار شدن. میانسالان از فرمپذیری خود آگاه تر میشن. در سوالتون گفتم سوالات روش درس میدم
ولی هر سنی که خودم بهش میرسم خیلی برام معنادارتر میشه. من بارها اینا گفتم اما الان فهم درسته. چند بار جوانی بود که احسان میدستم فکر کنم پیری هست، خستگی هست. وقتی کم کم بهت میگن سلام آج آقا، زغزغ کمرت و زانوت و بعد چشت و بعد و عینکی شدن و نه. در جوانی به خویش میگفتم شیر شیر است اگرچه پیر بود. چون به پیری رسیدم دیدم پیر پیر است اگرچه شیر بود. بعد جوری سرده کنم چما؟ بیان بعد جوری سرده کنم همینه؟ بعد خب به نوعی یه دور رو کردیم. و اما اواخر بزرگسالی یا پیری 65 سالگی تا مرگ افراد اینجا انشالله تعالی اگر زندگی خوبی داشته باشن در جامعه خوبی باشن دیگه به بازن نشستگی رسیدن، هرچند خواب ما با مرد نشستگی دارن، بنی و سلامت کاهش پیدا میکنه. اغلب اگر در حقیقت سنا مخصوصا تو جامعه ایرانی خیلی ما به زنان چندین ظلم کرد میکشیم که فاصله سنی زیاده، بسیار از خانم‌ها رو داریم سرمان مادر بنده پدر یه رحمت و سر کشته رفته مادره میشسته تا صبح دولت هم پدر من بچه هاشو بزرگ کنه در داخل. این به خاطر اختلاف سن دیگه با مرگ همسر باید سازگارشن در این طور از زندگیشون در باره معنای زندگی فکر کنن. ما سه بار در زندگی ما دچار بحران میشیم، دوتای اولش خوبه آخرش فکر کنست داره سه تاشو نگفتم. یک بحران نوجوانی، من کیم؟ همسر من کی خواهد بود؟ شغل من کی خواهد بود؟ در دوره نوجوانی بحرانی دست میده بهش میگن بحران هویت. خب معمولا پدر مادر بزرگترها و جامعه کمک کنه که بچه‌های مرحله به صورت و خوب طی کنن، ولی خیلی ها متاسفانه نمیتونن هویت پیدا کنن. اونم خودش یک نظریه قشنگی داره که تاکید میکنه تو کتاب روش، نظریه کسب هویت جیمز مارسیا رو حتما بخونید. بعضی هویتش از قبل معلومه، بابات کشاورزه بیا ناف دخترم تو برات بوریدن، این هم زمینه ته تکلیف همه چیز روشن هست بهش تکون نباید بخوری، تو هم کشاورزی و الاخر پدر تو معلم تو تا معلم میشه. ولی در جامعه الان آدم ها باید برای هویت خودش رو تلاش کنن، معلم شده، پلیس شده، کارمند شده، ده تا شغل عوض کرده، هنوز نمیفهمه کی هم بالاخره چه کارم، هدف هم از زندگی چیه. خیلی بحثای عمیقی داره. خب حالا این مرحله کم و بیش میگذره، یه مرحله بحرانی توی حدود 40 سالگی وجود داره. شنیده میگن عشق پیری و چل چلی. سن 40 سالگی رو در روانشناسی بهش میگن گلدن ایج، سن طلایی. اکثر پیامبران در 40 سالگی به پیامبری معروف شدن. اکثر کارهای فکری، اختراعات، اکتشافات، نویسنده‌ها بهترین کتابشون رو توی این سن نوشتن، سن بلوغ عقلی مثلا. البته معلوم نیست بعضی از هم آباید دندونه ها برد بشن، بعضی ها دندونه ها بشون رو 40 سالگی کشیدن، بعضی تا 60 سالگی هم دندونه ها برد نگرد. حالا تجدید فراش ها اختار به خانم ها، تجدید فراش ها تو این سن بیشتر اتفاق میفته. آدم ها به زندگیشون نگاه میکنن از زندگی راضی هم، زنم که میخواد باش باشه هست، شوهر هم هست، بچه ها و لزوما منفی نیست با خانم ها برن دنبال زن دوم. خیلی خانم ها خودشون رو نیمه وقت میکنن، دلشون میخواد به چند سال داره؟ باید توی نگاه کردیم اغلب خانم ها میگن دلم میخواد بچه ها بیشتر بسیم. شما خانم ها خیلی میجنگید که خودتون ثابت کنید دست بکنم شغل داشته باشم بعد که به دست بگیرید واقعا جز ذات شما از پنج صبح بچه بزن میشه بقل حتی بودر به خسته میشی بعد از پنج ساعت میگه کاری نیمه وقت کار آموزشو پیدا کنم. با خاطر همین خانم ها خیلی محبوب هم خانم معلم، ولی پرستار و مهمون داره اینا نه. تابستون تعطیل برف میاد، تعطیل بارون میاد، تعطیل محل کارم بخیر ساده تر و یه جا هست که خانم معلم خیلی مورد قبول هم برای ازدواج اینا چه اینجوری هم چرا اینقدر با حالا اینقدر مجرد هم دوست داریم برای خودمون یا هر حالا قبول میدونم چی میگی؟ اما اگر قرار از تعقلی صورت بگیره و افراد به نوبال آدم شاغل باشن بین شغلای مختلف در فرهنگ ایران نمیپذیرن شب زن خونش نباشه، دور باشه، مهمون داره، قطار هواپیما و پرستار، احتمال قبولشون که ما تو مطب داریم کمتر اون به خاطر مصیبت کلیست وگرنه این چیزی که شما میگی بردن در دور برام زیاد داریم. خب حالا این یه بحران، بحران سوم تو این ساله، ولی این سال خیلی تلخه. شما در اونجا اونجا بالاخره با یکی آزمایش خطا رو خودت پیدا می‌کنی، هرچند ممکنه بهای زیادی بدی، انتخاب رشته تحصیل نامناسب، مسیرهای بنبست تو 40 سالگی هم همین بود. اما سن پیری تنها کشی اینه که دیگه شما جایی برای جبران ندارید،
نگاه میکنید جلو چش دختر طلاق گرفته، خونه ای که هنوز نداری، مستاجری، بچه معتاد، داغون میکنه طرف رو. اگر احساس کنه نه خدایا من دارم به خودم تلاشم کردم بالاخره بودون که وا آمرو که دنیا لای کلف نفسن لوسا با آرامش آماده مرگ میشن. اما اگر احساس کنن زندگی نه موفق نبوده، برای بچه‌ام که باید نذاشتن خوب تربیت نکرده مشکل داره، دچار یأس میشن. این خیلی بده. و اما اون معنی زندگی بخشش هم و گفتیم در این تعریف ها ما تعریف اجتماعی داریم، تعریف جسمی داریم، بعضی اصلا 50 سالگی دیگه میرن به سمت انواع جراحی ها، نمیدونم ناراحت، آلزایمر، ولی پیرمرد این 90 سالش رو سر حال خودش تا آخرین لحظه زندگیش همون کارشو میکنه. بعضی بیماری سخت میگیرن، خیلی متفاوته، خیلی خیلی متفاوته، مخصوصا در سالهای اخیر که در اثر پیشرفت علم پزشکی عمرها خیلی طولانی تر شدن. برای بسیار از بیماری های لاعلاج چی اومده؟ درمان اومده. خب چقدر فرصت داریم؟ من بگید که باید این بحث کنیم؟ 22 دو دقیقه. خب دقیقه 22 چه دقیقه هم میگه جوابه؟ من ها که بسیار دقیقه هم بسیار دقیقه هست جمعه سرگاه دقیقه هم بسیار دقیقه هم بسیار دقیقه هم بسیار دقیقه هم بعد و هم خب به حضور شما که عرض شود خب عرض که مشخصه زیرش نوشته چی؟ این مصیبی از آخری لحظه من میخونم که شما شام در کنار تخت استاد سر شده ظاهرا دیگر نیازی به خوردن غذا نیست. پزشکان و مسئولان بیمارستان دانشگاه به نتیجه رسیدن که معالجه روی قلب استاد دیگر اثری ندارد، لذا آنژیوکت تزریق چند دارو برای ادامه تپش قلب از رگ دست راست و آنژیوکت تزریق مسکن درد از دست چپ ایشان به خارج و حتی ماسک تامین اکسیژن که دیگر ریه‌ها قادر به تامین آن نبود را برداشتند و تنها سنسورهای تپش قلب روشن است. شگفت این که در چنین حالتی در کمال حیرت پزشکان و متخصصین بیمارستان کانتونال دانشگاه ژنو، پروفسور حسابی در آخرین لحظات حیات به چیزی جز مطالعه و افزایش دانش خویش نمی‌اندیشد. این تصویر منحصر به فرد یکی از کارکنان خود بیمارستان به عنوان یک تصویر تکان دهنده و تاثیرگذار ثبت کرده است. من توی یه سفر هوایی که ساعت و خورده از اصفهان به تهران همسفر پسرش بودم، ایرج، خیلی گفتم حلال کن ما خیلی به دل نرم کنیم، گفت کار خوب میکنی هر وقت خواستی بیا بنیاد داریم کلی مطلب بیشتر رو دارم. برای بچه هایی که شما باشون سر کار دارید یکم بزرگتر عکس ها و این مسئله خیلی تاثیر گذاره. یادم نمیده من هر جو سخنرانی دعوت میکنم این عکس و چند تا وسیله دارم حتما میبرم برای اینکه بهشون تحریکشون کنم، کنجکاوی ایجاد کنم. در طبس یک معدن زغال سنگ است. طبس که شما میشه شطور میبینید و نخل و بیابون یک زمانی عین جنگل‌های استوا بوده. سندش معدن زغال سنگ. از 20 متر لایه چوب یک متر زغال سنگ میاد. اونجا معدنش یک جایی لایه‌هاش به 7 متر میرسه. یعنی این چه عظمتی بوده. بعد جالبه. سندی که اونجا جنگل بوده یه زمانی به دریا بوده چیه؟ فسیلایی که هست روی سنگوه ها، ماهی، استخون برگ درخت. فکر میکنید قدمت همون فسیل ها چند ساله؟ خود یه تیپس بوده مثلا حالا همون در یه تیپس بوده بعد اینکه مازندران و اورال و اینا هنوز از بقایای اونه چند ساله میشه؟ برآورد اولیه 250 میلیون سال قبل 250 میلیون سال قبل. اینه به بچه ها میگی شما دهنا باز میمونه در حد که فک میخوره زمین با دلشون بالا ما کیم در مقابل عظمت این دنیا 250 میلیون سال قبل شما عمر رو 100 سال فرض کن ببین چند نسل باید گذشته باشه در حد 100 سال هم بوده همون سینگولاریتی که گوش میکنی عمر یه زمانی میانگینش 20 سال بوده 30 سال بوده 50 سال بوده الان حتی در کشور ما به 70 80 رسیدیم در ژاپن برو بالای 90 سال خب سن خوبه سالم سال حالا بیشتر آها برخی آره این نظریه هم دارم میگم بعد مثلا نونی که میگن هزار سال عمر کرد فلان فلان و الی آخر ولی اون میان اینی که به لحاظ غذا اینجوری نبوده که تو بری راحت سوپرمارکت خرید کنی بحث غذا بحث بیماری ها و و خیلی چیزای دیگه یه قله جبل سینا که خودش همه کار بوده رفا در میکوشدش
یه موج سرطان کنم، موج مثلا تاون میومده یه اون جنت کشور رو بیمه بگرد مجموعا. خب در این سن بچه ها خیال پروازن، بچه ها بسیار رو لطیفی دارن. یکی از اون چیزه تحصیل گذار در سخنرانی در صحبتاتون و یکی کاری که باید بکنید الگوسازیه، نشون دادنه این آدم ها فلان بازاری فلان وارد کننده که با ماشینش مانور میده. چرا این آدم الگو نیستن؟ چون نیستن، آدم ها سر کار زندگیشون تو جامعه نیستن بیان اونجا کجمشون بدن. بچه ها میشه بیستن بود واقعا تو لحظات تو دقای آخر مرگ یه آدم به چی باید فکر کنه؟ چه چیزی اینقدر برای جالبه؟ نظم این آدم، دقتش. پیشنهاد میکنم سرنوشت آدم های بزرگ رو بخونید. سبک زندگی اسلامی و ایرانی که میگن بخشش اینه، نسل جدیدی که اصلا بلد نیست یه بیت شعر حافظ درست بخونه، حفظ بودن غزلیاتش به کنار، خط و ربطش درست نیست. بچه فوق لیسانس اومده برای من نوشته من فارغ التحصیل میشم لطفا به من بلاز نمره کمک کن. فارغ التحصیل با قاف نوشته، گفتم اگر میخواستم کمک کنم بخاطر همین قاف کمک نمیکنم. یکی زنگ زده آقا ما هر چی ایمیل میفرستیم چرا دست شما نمیرسه جواب نمیدید؟ من آدرس ایمیلتون کامران گنجی نیست. گفتم خیر گنجی کامرانه. خب یه بار دیگه میشه بگید؟ گفتم آره جی ای ام جی. استاد انگلیسیه شوخیه جدیه بابا من اگر خلوز قبله رو درست بگم این قبله رو شرش معلمی دارم درست دانشجو فوق لیسانس روانشناسی تهران شماله. مثلا یه احتمال هست که میخواسته مسخره‌بازی نه میخواست ضایع نشه خب که بیشتر سمیش هم سکوت منه که دید دیگه اسمش هم من بعدش بکرم نپرسیدیم بندازمشون تر امیدوارم روز افتاده ها میشه یعنی آیشو در حد مثلا مستر بین بزن حالا من خب حالا میخواهم بگم که پایه‌هاش شما میزدید دیگه کنجکاوی تحریک کردنشون الگو پردازی کردن براشون چینیه زر مثلا قشنگ دارم قابل توجه به فیلم که میگه چشم میگن یک تصویر گاهی میداره ارزشش از هزاران کلمه بیشتره. شما چی میخواید نشون بدید بالاتر از ارزش علم دانش از این حدیث؟ استاد ایشون این کارو میکرده به نظرم چون از این کار توی همه زندگیش لذت میبره. بله لذت برای کسی که همه زندگیش قیوم کشیده موقع مرگ حتی اگه 40 سالش هم باشه دوستش باشه قیوم میکشه. این هم ممکنه یه فرضیه. خب پس یه الگو ارزانی نیست باشه شما اون قلبونی هم نشون بده ولی ریش هم نشون بده ولی اینکه با مرگش دفن میشه و همون موقعی که میمیره حتی آدم اینقدر نیست که زیر جنازه‌ش رو بگیرن ببرن دفنش کنن به نظرم فرق نداره هر دو به چیزی که دوست داشتن پرداختن. خب این خیلی چیز بدی است برای معلم یعنی اینکه هر کی هر چی دوست داره نه اصلا نمیگم دوست جامعه چی من راجع به دوست داشتن حرف نمیزنم میگم هر دو شبیه هم ریشون میکردن که یه معلمه باید بچه ها رو آگاه داریم اینا رو نشون خب باشه سر کنم نه اصل لذت فردی بدون در زیر بعد اون لذت کامل فقط تر ترش مثلا همون قلب کشدنه لذت بالاتر طرف نچشیده لذت ممکنه خدمت به مردم لذت مفید بودن لذت منظر بودن یه باری که بچه هاش اشتباهی خونه شعر حافظو همین ایرج تعریف میکنه به مدت 25 سال برامون گذاشت هر شب 5 تا غزل حافظ بخونه پاسور منظم ادامه داشت گفت مگر مشکل چی میشد که اون قطع میشد نظم ترتیب آه ببین همین نظم ترتیبی که تو آخرش رو اشاره میکنی خسته نباشید و الا آخر نترس میریم بود خب گفتن سوالی نکته ای ان شاء الله ایشون قول داد که بگید پاورپوینت رو دیگه چی میگن این نوت چون تو از چهار تا اینا رو دیگه نگه داره اما روی چیز هست روی دسکتاپ هست اگر خواستید میتونید بردارید استاد ببخشید یه چیزی که من خواستم بگم بله یه چیزی مطرح کرد که وقتی دانش آموز رو بیرون میکنید تشویق هم میشه چون یه کاری که دوست داره انجام میده خب چی کارش کنید؟ شما باید یه فهرست درست کنید خیلی عملیاتی کاربردی میکنید آدم با آدم فرق داره شما یه فهرست داری شامل چیزهای دوست داشتنی و شامل چیزهای دوست نداشتنی و در رأس فهرست باید اون چیزی باشه خیلی دوستش داره براش حاضر حرف داری بکنه تلاش کنه این سمت چیزی خیلی بدش میاد ناراحتش میکنه خیلی زمان میبره تا ما بفهمیم زمان میبره همه آدم ها احترام کنشون
دنیا همه آدم ها از خوراکی خوب خوششون آره مادی برای دانش آموز دبیرستانی میکنم همون دبیرستان برای همه آدم ها هر چقدر سن داره پایین‌تر راحت‌تر از سن که میاد بالا سخته یه پیرمرد بزن تو به راحتی نمیتونی بخندونی به راحتی نمیتونی تغییر شکل بدی ولی جواب رو چرا آقای داشتیم دوره دانشگاه مثلا تمام هویت و مردانگی آدم مردا رو جمع کرد توی سیبیل و هر کی سیبیل نداره اصلا مرد نیست که گفتم آره دیگه بهش گفتم دکتر شریعتی قبول داره مرد سن و سال یه جوری بود که الگو بود دیگه در جایی که آره خیلی مرد بود مقاومتش افکارش گفتم به یک کشم این چشش هم زد سیگنده این تمام اون ارزش و باوراش بیخ پایین این من قشنگ یادگم پشماش بریزه نداشت خب حالا باشه من سند مقابل نشونش دادم دیگه میخواستم بهش بگم که ببین همه چیز در اون زواله خلاصه نمیشه تا نمیتونی مثلا حالا چیزی به لحاظ اعتقادات گوش بهش بخواد چیزی بهش کوتاه در کنه این نیست خیلی از این خانم ها اصلا آن صفات ظاهری مردم زنی که به پای بیماری همسرش به مستقیت مرده زنی که خطر از خونه بیرون اومدن مقابله و و الی آخر این خیلی پلونتر نیست در خیلی از زمینه ها با مطلق، با توهین، با همه تلخی ها باید به درسش رو کنه کارش رو انجام بده این هم کمتر از پلونتر نیست چند تا از مرد ها وقتی خانم هاشون بچه دار نمیشن یا بیمار میشن پاشون بایی نیستن تحقیقاتشون به خیلی کم در 20 درصد ولی در مقابل وقتی چیه؟ چند تا تجربه داری بگیر؟ من تحقیقاتو دارم به مامارش میدن ولی در مقابل خانم‌هایی که همسرهاشون بیمار میشن یا بچه دار میشن در 90 درصد تا نوار دو پاشون خب خسته نباشید منظورم از اون یه شانس به خاطر مشارکت و به خاطر رعایت تناسل جنسیتی کتاب دوم تبدیل می‌کنیم یک برام نه ببینید نه شد دیگه نه شد دیگه نه شد دیگه نه شد دیگه نه شد دیگه